کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث الیوت رودویم. با درود و سلام، پیرگدای خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترال واقع در کشور زیبای کانادا، و امروز هم دوباره سه شنبه است، 22 ماه دسامبر المبارک سال 2015 دربدری، که برابر است با اول دی ماه سال 1394 مهرورزی زنجیره‌ای، به همراه گروه 4 به علاوه 1، یعنی اعضای دائمی و همیشگی و مقتدر و پرقدرت خودمان، اختر عیانمان، ممدی وارث یا نایب برحق، علیکبر نوچه دیرینه و موسیو ژان پیر اخشمبو، هموطن کانادایی کبکی خودمان، و صد البته عمه جان، عضو برجسته یا مهمان ویژه برنامه، 83 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها رو از میهن تیوی خدمت شما هم میهنان و هم زبانان گرامی خودمان در هر گوشه از این دنیای پهناور که شاهد و ناظر برنامه های تلویزیون میهن هستید تقدیم میکنیم. گفتیم امروز 22 ماه دسامبر مبارکه، یعنی پنجشنبه میشه شب کریسمس و جمعه میشه روز کریسمس، باز جمعه آینده هم که میشه اول ماه ژانویه سال 2016 میشود اولین روز سال نو، سال نو میلادی را به قول ما سال نو در به در. زمان مرحوم آریا مهر یادمونه، وقتی فصل کریسمس میشد معمولا این مسلمین بودند که بیشتر از ارامنه نازنین، یعنی کسانی که به هر حال ارامنه و آسوری ها که مسیحیان کشور ما بودند، بیشتر مسلمین و شیعیان مولا علی بودند که دنبال برگزاری این داستان کریسمس و سال نو بودند، و معمولا در چنین شبی، یعنی شب سال نو، کابار شکوفه نو و کابار میامه و سایر مراکز این گونه همیشه از قبل رزرو بود و مسلمین و شیعیان می رفتن و شب سال نو رو در اینجور مراکز، البته با تمام مخلفاتش، به قول معروف به سحر می رسوندن. یادمونه، یادشون گرامی، اهالی توفیق، اون نشریه معروف طنز ایران، در یه سالی یادمونه در سال نو میلادی یه کاریکاتوری روی جند انداخته بود، یه هموطن ارمنی رو کشیده بود که یه درخت عرعر دستش بود داشت میرفت، بعد کاکا بهش میگفت موسیو چرا درخت عرعر خریدی؟ گفت والا کاجا رو همه رو مسلمونا بردند. یادمون نمیره که با این اشاره گفته بود یعنی مسلمین بیشتر از ارامنه دنبال این داستان سال نو مسیحی بودند. بسیار خوب، از این داستان بگذاریم. میدونید که دیروز رسمن شر یلدا بود، ولی خب ما چون در دیار کفر معمولا اینجور مراسم رو با چند روز پس و پیش برگزار میکنیم، ما روز شنبه 19 دسامبر رفتیم در مراسم باشکوه مند شب یلدا شرکت کردیم. اینجا در مونترال بسیاری گروه های ایرانی هستند، فعالین ایرانی هستند که هر از گاهی این مراسم ملی رو برگزار میکنن. ما هم رفتیم و در این مراسم شرکت کردیم، ولی یه چیزی که در این مراسم به خصوص در این روز شنبه 19 خیلی برای ما جالب بود، این بود که دوتا از گروه های اجتماعی مونترال، ایرانی مونترال، اینا با هم یکی شده بودند و مراسم رو برگزار کرده بودند، که این برای ما خودش خبر خوبی بود و خیلی جالب بود، چون اصولا اینجا، حالا اینطور که ما در مونترال میدونیم، چند تا مدرسه ایرانی داریم، مدرسه ایرانی طرفداران فرض کنید نظام پادشاهی، مدرسه ایرانی طرفداران گروه های چپ، مدرسه ایرانی که گروه های یه خورده بیشتر چپ،
مدرسه ایرانی عرض می شود که میهن پرستان مدرسه، البته حالا اینو به طنز می کنم، از این تشکیلات. البته یه سری هم از این اراذل و اوباش وابسته به رژیم هم از این اجتماعات دارند که اینا دیگه به قول معروف کارتاشون مشخصه، رو پیشونشون هم نوشته چی کارن، از اعمالشون میشه فهمید. ولی اونچه که در این مراسم خاص که در روز شنبه گذشته برگزار شد، یه گروهی داریم در مونرال به نام همدلان، یه خانم محترمی هست که ایشون سال هاست از این فعالیت های اجتماعی میکنه و یه گروهی درست کرده به نام همدلان و این یه عده از ایرانی ها رو جمع میکنه دور هم. هر ماه در سه شنبه اول هر ماه یه برنامه براشون میذاره، دفلک از جیب خودش هم خرج میکنه، میوه و شیرینی و شام میده، جا کرایه میکنه، عاشق دیگه. و باز یک گروه دیگه هستن به نام دوستداران زرتشت. امسال این دو گروه با هم همدست شده بودن و چقدر جالب بود. فکر کنید به جای اینکه 50 تا تو این گروه بیان، 25 تا تو اون گروه، خب اینا وقتی با هم شدن جمعیت عظیمی بود، واقعا سالن پر بود و خیلی این قسمتش برای ما خیلی جالب بود و آرزو داریم که این سازمان ها و مؤسسات فرهنگی ایرانی با هم یکی بشند و به جای اینکه اینجور تفرقه باشه و هر کدوم ساز خودشون رو بزنن، حداقل در این مراسم عرض می شود که مربوط به ملیتمون و میهنمون هست، با هم یکی باشن و با هم همکاری کنن. می دونید مفصل اینجا راجع به داستان زیارت اربعین، کربلا در اربعین حسینی با هاتون صحبت کردیم. خب زائرین، البته پس از دادن یه تلفات کوچیکی مثل چپ شدن یه اتوبوس عرض می شود، کشته شدن 5 نفر اینجا 15 نفر اونجا، به سلامتی به میهن اسلامی برگشتند. ولی در ضمن یه سوغاتی هم با خودشون از کربلای معلا بردن و از کشور برادر عراق، و اون سوغاتی هم متاسفانه آنفولانزای خوکی بود. در خبرها آمده که متاسفانه در بسیاری از شهرهای ایران آنفولانزای خوکی با به اصطلاح شیوع پیدا کرده، عده زیادی از هم میهنانمون گرفتار شدن و اونطور که گزارش شده تا حالا چند نفر هم تلفات داده. صحبت 10 تا تو این شهر و 15 تا تو اون شهر رو، البته خب دولتیان بلافاصله اعلام کردن که نه، اینا شایعات منافقینه، با این جمله که هنوز تایید نشده ازش یاد کردن، ولی واقعیته و به خصوص در شمال کشور تلفات داده. یه مطلبی رو اینجا که در حقیقت هفته پیش گذاشته بودیم بخونیم و نشد، میخواییم باهاتون مطرح کنیم. ما گاهی این اخبار رو که پیدا میکنیم خودمون براش تیتر تعیین میکنیم. تیتری که برای این در نظر گرفتیم برای این مطلب اینه که ما اینجوریشو دیگه ندیده بودیم، این تیتر رو ما گذاشتیم. میفرماید که برخی با استفاده از فرصت اربعین والدین خود را در عراق رها کردند. سایت تابناک در گزارشی پرده از پشت پرده مراسم اربعین در عراق برداشته و نوشته در حال حاضر صدها زائر ایرانی در این مراسم مفقود شده و برخی پدر مادر پیر خود را در این کشور رها کردند. با دوستی صحبت میکردیم، هم با همین رفیقمون سعید بهبانی، گفت آقا اینا ممکنه حقیقت نداشته باشه، آقا چطور ممکنه کسی پدر و مادر پیر رو ببره اونجا رها کنه؟ گفتیم والا با این فساد اخلاقی که الان در اون میهن این آقایون رایج کردند، اینا چیز بعیدی نیست. ممکنه یکی پدر یا مادر پیری داره، از ادارش و به خصوص دادن سرویس و معالجهشون مسترسل شده، میبره اونجا پیرمرد پیرزن رو بل میکنه میاد. ملتی که نه همه البته، گروهی میرن مراسم اعدام تماشا میکنن یا از زنشون میخوان که بره و به اصطلاح بیرون از اون کارا بکنه و پول بیاره که اعتیادشون رو یا خرجشون رو تأمین کنه.
نه همه ها، بعضی ها. از این مدتی که به این درجه از سقوط اخلاقی بعضی هاشون رسیدن بعید نیست. در حال این سایت محافظه‌کار نوشته که کسی در ایران نگران چند صد مسافر اربعینی که به ایران بازگشت نگشتن نیست. منطقی نباشه، نباید باشه. تابناک افزود معلوم نیست که این افراد در عراق جا مانده یا در وطن دچار مشکلات مترقبه و غیر مترقبه شدهاند یا اتفاق دیگری برایشان روی داده که نتوانستند به منازل خود بازگردند. خب ادهشون که کشته شدند چند نفرش. این سایت در ادامه گزارش خود از بازداشت برخی زائران در عراق به علت ارتکاب جرائم مختلف و رها شدن افراد محسن از سوی فرزندان خود در این کشور به عنوان دو عامل اصلی مفقود شدن افراد نام برده است. آنطور که این سایت نوشته است، متاسفانه برخی از سودجویان فرصت اربعینی را فضایی برای خلاص شدن از بعضی سختی هایشون در نظر گرفته و دست به اقدامات بیشرمانه می زنند که باید به شدت با آن مقابله کرد. اقدام به رها کردن پدر و مادر پیر در عراق یکیشه. مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای برگزاری مراسم اربعین امام سوم شیعیان در عراق هزینه و برنامه ریزی گسترده تبلیغاتی می کنند تا به گفته خود قدرت شیعیان در جهان را به نمایش بگذارند. روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران همه ساله پس از پایان مراسم اربعین می گویند بیش از 25 میلیون شیعه در این برنامه شرکت داشتند، اما آمار واقعی شرکت کنندگان کمتر از 3 میلیون نفر است. خب این قول دومی درست‌تر میتونه باشه. در کربلا یه شهر به اون کوچیکی چجوری 25 میلیون نفر آدم میتونه فقط بیاد رد شه؟ حالا زیارت رو بدش کن. ورود بدون نظارت ده ها هزار نفر از مرزهای مختلف ایران به عراق یکی از برنامه های نانوشته جمهوری اسلامی به منظور افزایش شمار شرکت کنندگان در این برنامه است. بر اساس برخی گزارش ها، برخی از کسانی که به دلایل ارتکاب جرائم مختلف ایران ممنوع خروج هستند، مراسم اربعین را بهترین فرصت برای خروج از ایران می دانند. راست میگه دیگه، یارو یه مشکلی داره، ممنوع خروج اونجا به عنوان عشق زیارت آقا امام حسین از مرز میزنه بیرون و احتمالاً از اون برم ترکیه و یونان و میاد به دامن استکباریوم. ممکنه. آنطور که نهادهای مسئول در ایران اعلام کردن، سال گذشته بیش از 3000 نفر در مراسم اربعین مفقود شده بودند که پس از مدتی شناسایی و به ایران بازگردانده شدند. سال جاری نیز اعلام شده بیش از 1400 گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی ایرانی در مراسم اربعین مفقود شده است. فروختن احتمالاً اونجا به درد کسانی خورده با اونا مثلا جلد کنن، عوض کنن عکس و اسمو برن جای دیگه. این خبر به نقل از وبسایت تابناک در وبسایت‌های مختلف از جمله دیگربان نوشته‌های بالا منتشر شده است که ظاهراً سایت تابناک پس از مدتی مبادرت به حذف این خبر و گزارش مربوط به آن کرده است که علت آن مشخص نیست. چرا برادر؟ مشخصه. میخوان گندی رو که بالا آوردن یه جوری روشو بپوشونند. والا این نشون میده که بعضی از مردم زیاد دین و ایمان درست حسابی ندارن. اینا رو هم وسیله میکنن یه جوری از اون جهنم جمهوری اسلامی بزنن به چاک. فکر کنید جارو ریشی میذاره و به عشق زیارت آقا از اون بر هدفش اینه که بره از اون جهنم فرار کنه. میخوایم در حقیقت با آقایون علمای اعلام و حجاج اسلام بگیم که ملت مالیدنتون، یعنی مالیدن به گرگیر و سپر و همه را داغون کردن. این اصطلاح بچه های پایین شهر تهرونه، میگن مالیدن بهتون بابا جان، به سپرتون مالیدن، به گرگیرتون مالیدن، دستتون پیش مردم رو شده، مردم شناخت خوبی از شما دارن. حالا وای به حال روزی که یه ذره فشار کم بشه، دور سرنیزه برداشته بشه،
چه بر سر شما بیاد، چه بر سر شما بیاد، خدا میدونه چه بلایی این ملت به سر شما بیارن. یه خبری که در این همین سایت های جمهوری اسلامی یا سایت های دیگر خوندیم اینه که در ایران انواع مختلف ازدواج باب شده. ببینید زمان تینیجری و جوانی ما یه نوع ازدواج داشتیم، طرف میرفت خواستگاری دختری رو از قبل میشناختش یا باهاش دوست بود یا از طریق عمه خانوم و خاله جان و اینا پیدا میشد، میرفتن مراسمی را انجام میشد و خواستگاری و عرض میشود عروسی و طرف زندگی میکرد یه مدتی و صاحب بچه میشد و اینا. یکی از کارهایی که کردن این اساس خانواده رو هم زیر سوال بردن. بعد از اینکه اینا اومدن و ازدواج دوم و سوم و چهارم رو هم باب کردن، در حقیقت تیشه زدن به ریشه بنیان خانواده، به خصوص با ترویج مسئله متعه یا صیغه که این در نزد اهل تسنن در حقیقت با انتقاد روبرو میشه و اونها این صیغه رو یا متعه رو فحشا میدونن، فحشایی که به نام اسلام انجام میشه. به هر حال در گزارش اومده بود اخیراً ازدواج سفید، یعنی اینکه زن و مرد بدون عقد با هم، بدون مراسم با هم زندگی کنن. این البته در غرب هست، نمیخوایم بگیم که این چیز بدیه، اون مسئله شخصی افراد، منتها اینکه در یه همچین جامعه باورمند مذهبی. البته قربونش برم یه دوستی میگفتش که ایران در حقیقت بیدین ترین کشور مذهبی دنیاست مردمش، ولی به هر حال اون موقع رسم نبود. ما خودمون یادمونه در زمان جوانی ما یه پسر دختری با هم دوست بودن و بعد پسر رفت خواستگاری و داشت مراسم میخواست انجام بشه، خانواده دختر که حالا همچین زیاد مذهبی هم نبودند ولی به پسر تکلیف کرده بودن شما باید زودتر عقد کنی، ما نمیتونیم اجازه بدید بدون عقد شما با هم تماسی داشته باشید. و بالاخره وقتی که قرار بود حالا عقد بعدن انجام بشه، گفته بودن حالا یه کسی که این کارو بلده یه صیغه احرمیت بخونه. یعنی مردم اعتقاداتی داشتن، اینا اون اعتقادات هم ضایع کردن. حالا اینجا نوشته بود که اینو ازدواجی به نام ازدواج اجاره‌ای، یعنی طرف حالا از تمکن مالی هم برخورداره، یه زنی رو به عنوان زن دوم و سوم و چهارم پیدا میکنه، یه خونه یه جایی براش اجاره میکنه، میبره اونجا، وسایل زندگیش هم فراهم میکنه، دارای 2 تا 3 تا 4 تا زنه. این حیرت انگیز در اون جامعه امام زمانی اونو هستی که، و این به شدت رواج پیدا کرده. یه مطلبی خوندیم توی یکی از این سایت های اینترنتی خیلی جالب بود، میگفت یه حاج خانومی داشت شعار میداد در یه جمع زنانه و به خانوما توصیه میکرد که اجازه بدید شعراتون زن دوم و سوم و چهارم بگیرن، این خیلی کار خوبیه، سنت رسول اللهه. میگفت وقتی مراسم تموم شد یه خانومی از جمع اومد جلو گفت خانوم تو خیال منو راحت کردی. گفت چرا؟ گفت همینی که شما فرمودید زن دوم و سوم و چهارم گرفتن یه کار خدا پسندانه است، من اصلا اعصابم راحت شد، چون تا حالا جرئت نمیکردم ولی حالا اومدم بهت بگم که من زن دوم شوهرتم. خانوم سخنگو بیهوش میشه از شدت خشم و غضب و وقتی به هوشش میارن این خانوم بهش میگه من اینو علکی بهت گفتم، فقط خواستم ببینم چقدر به اون چیزی که میگی معتقدی. البته اینا به چیزی که میگن خب مسلما خودشون معتقد نیستند. یه خبری خوندیم، هشدار جدی کارشناسان. این هشدار این استش که در ایران قحطی خواهد شد. البته چیز غریبی هم نیست با توجه به این زلزله ها و داستان ریزگرد ها و عرض می شود که این خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها و این فجایعی که در اثر بی سیاستی اینها
این رژیم خبیث پیش اومده و اخیرا هم یه پدیده جدیدی به نام نشست زمین، یعنی زمین در مناطق مختلف ایران نشست میکنه. یهو در منطقه یه جای وسیع به اندازه 4 سانتیمتر 10 سانتیمتر فرو مینشینه و گزارش شده که در بعضی مناطق این نشست صحبت چند متره و اخیرا کارشناسان هشدار دادن که این نشست زمین به اطراف شهرها رسیده و ممکنه در شهرها هم اتفاق بیفته. شما فکر کنید تهران با توجه به اینکه تا اونجایی که ما اطلاع داریم در زمان ما سیستم اگو نداشت، حالا اخیرا نیست که زده بودن، و هر کسی هر خونه ای می ساخت اولین چیز حفر دو تا چاه بود، یکی برای چاه توالت، یکی برای چاه مثلا آب برنج که حالا اون برکت با این نجاست قاطی نشه. این رسم بود. در حقیقت تهران حالا که مثال میزنیم یه صفحه ای پر از سوراخ، همش سوراخ سوراخه، و اگر یه روزی یه زلزله بالای 7-8 ریشتر خدای نکرده در تهران اتفاق بیفته چه فاجعه‌ای، یا نشست کنه زمین. چند موردم دیده شده تو اخبار در این سالهای اخیر دیدیم یهو در یه منطقه‌ای حتی توی خیابون آسفالته یهو زمین نشست کرده. همه اینا در اثر بی‌تدبیری این آقایونه، اینا هیچ کدوم کارشناس نیستن، کارو بلد نیستن، هر عمل اکره‌ای رو به کاری مهم واداشتن. زدن این چاه‌های بی‌حساب، سدهای بی‌مطالعه باعث این فاجعه زیست محیطی در ایران شده. و حال به قول مسلمین خدا به اون مردم رحم کنه که چه در انتظارشان هست. با توجه به اوضاعی که این روزا در خاورمیانه در جریانه و به خصوص این کنفرانسی که اخیراً برگزار شده، مثل که بوی این برادر الرحمن این برادر بشار اسد میاد. ظاهراً غربیا و شرقیا، حالا روسا و امریکایی‌ها در رأس به این نتیجه رسیدن که اوضاع سوریه با توجه به ظهور و حضور اسد به سامان نمیرسه و تنها راه که از اول هم همه میگفتند. فکر کنید یارو جناب رئیس جمهور یک کشور فقط 300,000 نفر از ملت خودشو کشته، حالا چجوری مردم اینا قبول میکنن که در این سمت بمونه؟ منطقه اینقدر احمق فکر میکنه که امکان داره. ولی خب میشه به سادگی حد زد که ادامه حکومتش امکان نداره. مردم به هیچ وجه حاضر نیستن او رو بپذیرن، منطقه اصرار داره که بمونه. آرزو داریم حالا یه جوری با دفع شدن شر این دیلاق بینور جانی جنایتکار حداقل ملت سوریه روی آسایش ببینه. همشون انا آواره کشورهای اروپایی و این طرف اون طرف شدن. اونجا هم هر روز بشکه‌های بم میاره میریزه سر ملت خودش. این دیگه حالا این چه جانوریه، چه موجود خبیثیه دیگه خدا میدونه. چند روز پیش یه خانم تایلندی که همسر ایرانی و بالطبع مسلمان و شیعه داشته، بلند میشه میره محضر حضرت حجت الاسلام داوود موسوی، امام جمعه محبوب محمودآباد. محمودآباد میدونید در باب شماله، در مازندرانه، برای اینکه مشرف بشه به دین مبین اسلام. البته اسلام که میدونید منظور یعنی تشیع، رده های دیگر اسلام که بل منتنن. میره اونجا مشرف بشه به مذهب حقه شیعه اثناعشری 12 امامی و در اونجا این حاج آقای موسوی بعد از اینکه این مراسم باشکوه تشرف این خانوم رو به اسلام انجام میده، بعد ظاهرن برای اینکه پوزی هم بده که تو کار خودش خیلی به قول این کفار پروفشناله، میگه آقا بله من کسی بودم که نوه هیتلر صدر اعظم آلمان رو هم مسلمان کردم. داشتیم این اخبار رو در جمع این به اصطلاح مشاورینمون میخوندیم و صحبت میکردیم. یه علی اکبر نوچه ما گفت پیر
گفتیم بله. گفت پیر، تا اونجایی که ما میدونیم به طور رسمی هیتلر فرزندی نداشته که نوه‌ای داشته باشه که ایشون مسلمان کرده باشه، چطوره که این همچی ادعایی میکنه؟ حالا اگه میگفت نوه گوبلز، حالا گرچه گوبلز هم اون چه که تاریخ روایت کرده در آخرین روزهای قبل از سقوط برلین در اون پناهگاهی که با هیتلر بوده، اونم هم زنش و هم 6 تا بچهش و هم خودش رو کشته، بنابراین از او هم فرزندی نمونده. حالا به هر حال یه شخصیت دیگه ای رو میگفت. چجوری این گفته نوه هیتلر؟ آخه هیتلر که همه میدونن به طور رسمی بچه نداشته، نوه نداشته. گفتیم والا اینا هدفشون اینه که دروغ میگن برای رسیدن به امیال خودشون، یه حدی هم بر خودشون قائل نیستن، میگن دروغ که حناق نیست، یا به قول معروف دروغ که کنترل نداره، تا میتونی بگو حالا کی به کیه. بعد یاد یه داستانی افتادیم، برای علی اکبر هم گفتیم، میگن دو نفر بودن، اینا کارشون دروغگویی بود، اونتا در حد جمعی که بودن یکی دروغ میگفت اون یکی این دروغه رو پروال میداد. یه بار توی جمعی بودن، یکشون برگشت گفت آقا دیشب از روی آسمون صدای طول سگ میمد، صدای مارمار سگ میمد. خب این دروغ پردازن باید این دروغ رو یه جوری میپرورون. گفت بله آقا، دیشب این بچه ها بادبادک هوا کرده بودن، تو فانوس این بادبادک، بچه ها بود بادبادک هوا میکردن، فانوس کاغذی به شاه میکردن، تو فانوسه طول سگ گذاشته بودن. خب این طول سگ هم صدا میکرد، واق واق میکرد. وقتی از اون مجلس اومدن بیرون، به رفیقش گفت خانه خراب، اقلا تو دروغ زمینی بگو که من یه جوری بتونم بپرورونمش، چرا دروغ آسمونی میگی؟ حالا این حاج آقای داوودی، حاج آقای داوود موسوی، حاج آقای موسوی هم دروغ آسمونی گفته دیگه. به هر حال اینها یکی از کاراشون دروغ گفتنه. بعدم ما خودمون پیش خودمون فکر میکردیم این تشرف به اسلام که در بین بعضی از کفار این روزا باب شده، حالا بگذاریم که بیشتر هم رژیم شریفه که سعی در آوردن کفار به اسلام، منظور خودش ها به شیعه، شما جوری دیگه مسلمان باشی قبول نیست، اینا بیشتر جنبه ساندیس و چلو کباب و پاکت پول و اینا داره، خدا ما رو ببخشه، ولی در هر حال این تشرف برای خانوما خوبه، آقایون نباز زیاد دوره برش برند، چون خانوما ما را به دلیلی شوهر ایرانی کردن مسلمان یا علاقه دارن خودشون عاشق چلو کباب شدن یا ساندیس یا واقعا از نظر قلبی به اسلام ایمان آوردن و به خصوص تشیع، خب اینا راحته تشرف پیدا میکنن به اسلام، اگه یه روزی هم نخواستن میزنن زیر میز و میرن. ولی آقایون اگه بخوان تشرف پیدا کنن با اون داستان جراحی مخصوص در یه قسمتی که حالا ما دیگه توضیح بیشتر نمیدیم، وقت این جراحی هم که برگشت پذیر نیست، یعنی اون تیکه بریده شده رو که دیگه نمیشه چسبوند، بنابراین برای خانوما تشرف به اسلام فکر میکنیم اقتصادی در باشه تا آقایون. آقایون دوره برای این کار به چرخن بعد شر میشه براش، و ما نظرمونو میگیم، کاری نداره. در جریان سقوط قیمت نفت که هستید، نفت داره سرازیر سقوط میکنه، اون پرزیدنت یه چیزی نژاد احمق میگفت نفت به 200-400 دلار در بشکه میرسه، نفت رفت پایین و به 50-40 و الان داره میره طرف 30. و اخیران هم یک کنفرانسی بوده، اوپکی ها دارن یه جوری موضوع رو رفع رجوع میکنن، نشده که در گزارش ها اومده بود امسال کشورهای عضو اوپک فقط 500 میلیارد دلار ضرر میکنند از پایین اومدن قیمت نفت.
و به خصوص نوشته بود که ممکن عربستان سبوعی، میدونی که عربستان سبوعیه، یعنی از سبعیت میاد، سعودی اشتباس، سبوعی درسته. اینم از ساخته های پیر خراسانیه. هر موقع گفتیم عربستان سبوعی، بدونید همون عربستان سعودی سابقه. به حال اینا پیش بینی کرده بودن کارشناسا در 5 سال آینده ورشکست میشه کشور به علت کم بوده بودجه. به حال از این 500 میلیارد دلار سالانه یه مقدارش هم دامنگیر رژیم خبیث جمهوری اسلامی میشه. شما فکر کنید اینا بودجه سالشون رو اساس نفت 100 دلار رو دیگه حالا یه خوردم لطف کردن، تخفیف دادن 80 دلار بستن، الان نفت شده 30 دلار، یعنی دقیقا بیش از یه چیز 70% ماجرا داره دست میره و این فاجعه است برای رژیم شریف. مملکتی که زندگیش فقط از، به قول درود بر آقای مشیری، میگفت ما فقط نفت فروشیم، پمپ بنزین داریم فقط. خب این فاجعه میشه. بعد یاد اون فرمایش حضرت امام افتادیم، فرموده بودن اقتصاد مال خر است. خب این داستان اقتصادی دیگه، دارن این کفار بیناموس غربی یه جوری سیبیل اینا رو، نه با تفنگ و بمب و هواپیما، یه با اقتصاد دود میدن. اون فرمایش امام رو به یاد آوردیم، بعد گفتیم بیاین فرمایش ایشون رو اصلاح کنیم. ایشون فرموده بودن اقتصاد مال خر است، ما این جمله رو درست کردیم، گفتیم اقتصاد وسیله سقوط خر از پشت بام است. یعنی این خری رو که احیانا این غربیا والا بسیاری معتقدن که کارکار کارتر و جیسکاردستان و دو سه رسوای دیگه بوده در گوادالوپ، اگرم اونجور بوده این خری که بردن پشت بون دارن با داستان سقوط نفت، قیمت نفت میارن پایین، والله اعلم. این داستان پر آب و چشم و سوزناک نیجریه هم که شنیدید. میدونید نیجریه اولا یک کشور فقیر ولی نفخیزه در قاره آفریقا، یه ملت اونجا زندگی میکردن، خب عده زیادشون هم مسلمان بودن، اکثریت با مسلمانان بود. وقتی انقلاب با شکوهمند اسلامی پیروز شد، اینا در راستای صدور انقلاب سعی کردن در کشورهای به خصوص فقیرتر نفوذ کنن و این تفکر شیعه رو اونجا توسعه بدن، رونق بدن، شیعه پیدا کنن. بنابراین رفتن در نیجریه هم تشکیلاتی زدن، پولی خرج کردن، ساندیس های گنده و ساندویج های گنده بردن اونجا. میدونید منظورمون خود ساندیس و ساندویج نیست، یعنی ساندیس های سبز رنگ دلاری مثلا. بعد سعی کردن که این مسلمینی که خب سنی بودن حالا قسمت عمدشون، اینا رو به شیعه تبدیل کنن. یه شیخی هم به نام زکزاکی ظاهرن از همین آخوندهای شیعه اونجا تشکیلاتی به هم زده بود و احتمالا رژیمش کمک کرده بود، خونه بود، زندگی و تشکیلات و حسینیه ای را انداخته بود. اینا همه حدس ماسا، احتمالا اینا رفته بودن زیر جلد شیخ که بابا شیخ این امام راحل ما کار مشکلی نیست، این امام راحل ما اومد با همین دوتا چهارتا سخن و نوار و سخنرانی شاه رو از قدرت کشید پایین، شما هم یه تکون به خودتون بدید دولت نیجریه رو سرنگون کردید، قدرت رو به دست گرفتید، یه دولت شیعه هم شما تو نیجریه راه میندازید. اینجوری شیخو حالی به حالیش کردن و شیخ هم شروع کرد به فعالیت، غافل از این که دولت نیجریه هم که اوضاع دستش بود ارتش رو فرستاد و یک کشتاری متاسفانه از اینا حساب کردند. چند بار به اینا حمله کرده، آخرین مورد شنیدیم بیش از 400-500 نفر از این شیعیان ارتش نیجریه کشته که در آخرین حمله این شیخ بدبخت بعد عاقبت 4 تا پسر داشته، پسراش کشته شدن، یکیش قبلا 3 تاش اخیراً، زنش مجروح شده، خودش مجروح شده و دیشب هم در خبرها خوندیم که ریختن حسینیهشون و عکسشون و عکسش هم دیدیم. یه حسینیه عظیمی درست کرده بودن، اونم با بولدوزر و بمب و فلان
تخریب کرده بودن. یعنی اینا برای رسیدن به اهداف خودشون از اینکه حالا 1000 نفرم بمیرن هیچ باکی ندارن. بلطب این بلایی بود که سر اون شیخ زکزاکی اومد، الان هم ارتیز میکنن در امولای اسلام. این تلویزیون های شیعه هم هر شب پستون با آسمون میگیرن برای شیعیان نیجریه، برای دولت نیجریه حواسش جمعه، کشور نفخیز هم هست، میدونه که اینا ممکنه قدرت رو در دست بگیرن و شر درست کنن. این هستش که به شدت با اینها داره مبارزه. بهار در این وسط دل ما نگران آن شیعه باشن، سنی باشن، یهودی باشن، مسیحی باشن، برای ما مهم نیست، برای ما انسان مهمه، جانش رو داره از دست میده. حالا همچی ارادتی به تشیع و تسنن و مسیحیت و یهودیت و اینا نداریم، ولی انسان که مهم هست. یه مش انسان فقیر گرسنه اونجا دارن به خاطر امیال آقایون که میخوان تشیع رو توسعه بدن، اونجا جلو گوله قرار میگیرن و کشته میشن. این برای ما مهمه. ما متاسفیم برای اون انسانهایی که اونجا بی خود و بی جهت از بین میرند. میدونید که تا یک ماه شاید دیگه انتخابات مجلس خمرگان نیست، خبرگان و اون طبیله شوربای اسلامی، یاد حسین فرجی به خیر، این اسم رو گذاشته، ما کپی رایت رو باید مراعات کنیم. به هر حال انتخابات مجلس خمرگان و طبیله شوربای اسلامی است، یا خبرگان و مجلس شورای اسلامی، و از الان دارن کاندیدا میتراشن و اون شامورجوبازی رو راه انداختن. میدونید که انتخابات در جمهوری شریف یا خبیث اسلامی که انتخابات نیست، کاریکاتوریست. ولی جالبه دو تا خبر داریم در این رابطه. این نوه حضرت امام راحل، تو پرانتز جیم پرانتز بسته، یعنی حسن خمینی، پسر احمد خمینی، ایشون اومده خودش کاندیدا کرده برای نمایندگی مجلس خبرگان. و عذر میخواید، ما سرما شدید خوردیم، شاید بهتر بود امروز نیاییم ولی نخواستیم برنامه‌مون رو قطع کنیم. به هر حال میبخشید اگر که هی سر صداهای ناهنجار در میاریم. البته حواسمون جمع هست که چوری عدسه و صرفه نکنیم که شماها رو گرفتار کنیم، شما از ما بگیرید. بگذاریم. به هر حال این اسد حسن اومده خودشو کاندیدا کرده و چه شعری به پا کرد. حضرت رهبر مسلمین و مستضعفین جهان و حومه هم به شدت به قول این کفار فرانسوی دکوراژه شده و به دست پا افتاده. دو تا خبر داشتیم خیلی جالبه. یکی اینکه بسیج درخواست رد صلاحیت یادگار امامو کرده، یعنی این بسیجی‌های پاپتی‌ها اینا آمدن گفتن آقا این آقای حسن خمینی رو رد صلاحیت کنید، نره مجلس. بعدم یه چند تا دخترای خوشگل جوان و چون اینا رسم میشونه در مواقع عادی، دختران اگه یه ذره موشون بیرون باشه میگیرن میزنن میبرن کمیته، ولی وقتی صحبت انتخابات و وقتی نیاز به مردم دارن، حالا موت هم بیرون بود، توالت هم داشتی و اینا، کاریت ندارن. برها این دخترها رو تحریک کردن که به علیه آستان آقا آسد حسن شعار بدن. فکر میکردیم بدبخت بیچاره حضرت امام راحل، تو پرانتز جیم پرانتز بسته، چه زحمتی کشید، چقدر خون ریخت، چقدر جنایت کرد که این قدرت رو حالا برای خودش اول و بعد احتمالا فکر میکرد برای بازماندگانش به جا بذاره. اون احمد رو که اونجوری ترتیبش رو دادن، میدونید که احمد شایعاتی هست که کشتنش، پسر حضرت امام، این نوش هم اینجوری دارن تو پوزش میزنن، یعنی نسل دومش بعد از خودش موفق نشده قدرت رو به دست بگیره، چون اون در ذهنش امپراتوری اسلامی بود، یه چیزی مثل حکومت موروثی.
که امام اول حضرت علی به امام حسن و بعد به امام حسین داد. ایشون هم فکر میکرد امام راحل بده به امام احمد، امام احمد هم بده به امام حسن و این تو این شجره خبیثه ادامه پیدا شد. آخر دل اون براش سوخت. بدبخت چقدر جنایت کرد، چقدر ظلم کرد، چقدر آدم کشت، ولی کاری طرفی نبست. در حالی که همین حدود 200 سال پیش یه جانور دیگه ای در تاریخ داشتیم، آقا محمد خان. او هم خیلی جنایت کرد، از کله ها مناره ساخت، از چشم ها کوه ساخت، چشم های در آورده. ولی باز اون حداقل این حکومت در خانوادش 130 سالی دوام آورد. حضرت امام بیچاره از این نظرم شانس نیاورد و با همه جنایتی که کرد فکر کردیم که قاجاریه خود موفق تر بود، خوش شانس تر بودن. حداقل یه چند تا از فرزندان و نوادگان آن نامرحوم حکومت کردن. البته میدونید این آقا محمد خان خواجه بود، بچه دار نمیشد. بعد خودش برادرزادش به پادشاهی رسید و این شجره خبیثه ادامه پیدا کرد تا در زمان رضا شاه که نسل اونا را برکندن. و در این مورد هم شانس نیومد. مطلب دیگه که شاید حتما در گزارش ها دیدید یا در این سایت های خبری مشاهده کردید، مصاحبه که اخیراً تلویزیون جمهوری اسلامی با اون شهرام جزائری کرده. اون یارو دزده بود که یه مال عظیمی دزدیده بود، بعد گرفتنش، بعد گزارش شد که این مثلا رقمای میلیونی به همین حاج آقای کروبی هست که الان در هست خانه یه هست، که اون موقع رئیس مجلس بود، با اون حق حساب داده، به دیگر این دو سرقاف ها داده، شایعاتی که البته میگفتن بود. بعد یارو فرار کرد بره خارج، از دبی این کماندوها رفتن گرفتنش، با هواپیما آوردنش ایران. شاید بسیاری هم فکر میکردن که بدبخت رو اعدامش کنن که نشد و محاکمش کردن و اخیراً یه مصاحبه داشت با اون آقای رضا رشیدپور. اون رضا رشیدپور هم در حقیقت الان یه شخصیت برجسته تلویزیونی اینا شده و مثل همین شخصیت هایی که در آمریکا شما میشناسید میان تلویزیون مشهور میشن، ایشون هم داره یه همچین نقشی بازی میکنه. با اون خانم خرجنده یه مصاحبه کرده بود، با سحر قریشی، اونم یه گندی بالا آورده بود. حالا اخیرا با این شهرام، آقا شهرام مصاحبه کرده. خیلی جالب بود، یارو دزده، دزد رسمی، پرونده داره، مال اون مردم خورده، بعد اومده تو تلویزیون نشسته گردن کلفتی میکنه، طلبکارم از ملت و همون آقای مجری هم هست. با خودمون فکر کردیم اینا یه قصدی دارن، وگرنه اجازه نمیدن که هر کسی بیاد اونجا بشینه هر چیزی بگه. اینا یه جور بهره برداری تبلیغاتی از این. البته اون خودش وظیفه‌اش خوب انجام میداد، مرتب داد سخن میداد که ولی آقا اونجا مملکت قانونه، قانون منو محاکمه کرده، قانون منو تبرئه کرده. مردی که کدوم قانون، کدوم قانون؟ بعدم مرتب من کارشناسم، یعنی واقعا تو چجوری در 22 سالگی منو دعوت کردن مجلس برای نظر کارشناسی؟ واقعا تو چی کار حسنی که تو رو دعوت کردن؟ تو چی در 22 سالگی میدونستی؟ اصلا یه حالتی مثل که رضا رشیدپور متهم و او مصاحبه گره مجریه. مثلا پیچوند آقای رضا رشیدپور رو کلمبش کرد، پرتش کرد اونجا و حساب کردیم یه منافعی برای رژیم در این رابطه هست، یه نخی رو دنبال میکنه، یه هدفی از این کار داره، یه جور بهره برداری سیاسی، یه جورایی میخواد بعضیا رو در آستانه انتخابات بزنه، بعضیا رو در چشم مردم خار کنه، بعضیا رو عزیز کنه. میگم آقا قوه قضاییه خیلی سنام خیلی خوبه، قضات با شرف. آقا قاضی با این نوع جنس رو نداریم تو ایران. قضات با شرف یعنی مثل صلواتی و عرض میشه مرتضوی و اینا. خلاصه که یک
تئاتره در حقیقت، حکومت نیست، یه تئاتره، یه دونم نیست، چند تا شعبه داره، هر جای که گاوگوساله دارن تئاتر بازی میکنن و یه جوری وظیفه خودشونه دارن انجام میدن. هدفشون هم اینه که از این عناصر فاسدی مثل همیشه اهرام جزایری برای رسیدن به امیال خودشون استفاده کنن. خوبم استفاده میکنن. این حرامزادگی اینا رو در نظر بگیرید با حماقت متاسفانه بعضی از همون مردم خودمون، اینا رو که رو هم دیگه جمع کنی باعث پیروزی آقایون میشه و رسیدن به اهدافی که دارن. والا شایع شده چند روز در پایتخت امرقرای پایتخت یا امرقرای اسلام که حضرت رهبر متاسفانه بیمارند و حتی خبرهایی هم اومده بود که ایشون رو دارن میبرن بردن بیمارستان. والا ما خیلی ناراحت شدیم، خیلی ناراحت شدیم برای این ضایعه، برای این اتفاقی که برای رهبر معظم پیش اومده. ببخشید ما قرص ساعت دومونو بخوریم دادم بوده. اندک زمانی بعد از انقلاب باشکوهمند اسلامی، پیروزی انقلاب باشکوهمند اسلامی، گفتیم معلم بودیم تو مدرسه، داده این بچه های کوچولو داده بودن که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار، از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزار. یعنی بیناموسا یا بچه کوچولو میدادن، بچه نازه 7 ساله 8 ساله، که خدایا عمر منو بردار بده به اون. حالا ما هم این شعار رو برای حضرت رهبر گفتیم، گفتیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی. البته تو دلمون نیاد کردیم حالا هر مهدی بود دیگه، برای ما مهدیش فرق نمی کنه، مهدیش آقا رضا پهلوی بود، خانم مریم رجبی بود، یا یه آدم حسابی، یا یه دولت ملی، یا به حکومت رسیدن یه حکومتی که از مردم برخواسته باشه، هر کدوم. بله خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، هر کدوم از این مهدی ها، حضرت رهبر رو نگه دار، ولی نکنه از عمر ما بکاهی و عمر رو بیفزایی. اون داره به اندازه خودش عمر، بعد علت هم داره. شما خیلی دوست داریم هم حضرت رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان و هومه، خدایشون رو حفظ کنه، همه دست در درکاران، همه کسانی که از روز اول به حکومت رسیدن این رژیم مردمی شریف جمهوری اسلامی در خدمت مردم بودند، کار کردند. فکر کنید چقدر کار باید بکنی که مثل آقای خاوری 3 میلیارد دلار بتونی برداری بیای کانادا، یا چقدر باید کار کنی که بتونی از اون خونه های اونچنانی در تجریش و عرض میشه جماران و نیاوران بخری. خب اینا کار شده دیگه، آرزو داریم همه اینا سالم و زنده بمونن برای انقلاب مهدی، چون احتمالا بعد از انقلاب مهدی، حالا امیدواریم که مثل دادگاه های بالا پشتبون مدرسه رفاه نباشه، امیدواریم اونجوری نباشه، حالا هر کی بیاد سر کار یه دادگاه مردمی باشه. بعد موافق بارها گفتیم اعدام و زندان و شکنجه هم نیستیم، یا یعنی ازشون سوال کنند که شما چرا با این ملت این چنین کردید، چرا ظلم کردید، چرا کشتار کردید، چرا اعدام کردید، چرا ستار بهشتی رو کشتید بی ناموسا، چرا؟ یه دوستی توصیه میکرد فوش نده، گفتم فوش نمیدید، گفت میگی بیناموس بده، گفتیم خب بیناموس که بد نیست، که منظورمون از بیناموسی نیست که کسی اون مسئله لای دوتا پا رو نداره ها، یعنی شرف نداره، انصاف نداره، مروت نداره، انسان نیست. گفت نه بگو فلان فلان شده، ما گفت فلان فلان شده که حق مطلب ها ادا نمی کنه. اونو مالا به کسی میخوای فوش بدی از این جانوران، نیاز نیست که بهش حتی این بیناموس ما رو بدی، با خودمون فکر کرد
فقط بگو عامل رژیم همین از هر فحش خوار مادری بدتره. چون وقتی تو عامل رژیم بودی، طرفدار رژیم بودی، حالا چه عامل و طرفدار مثل اونایی که اونجا دارن کنا مردم رو برمیدارن، یا کسانی مثل این بی همه چیز تریتا پارسی و موسویان و اینا که این ور دنیا دارن در تحکیم اون رژیم خدمت میکنن. همون عامل رژیم شامل همه این فوشا هست. به هر حال چند روز پیش باز همین زور تو عالم خودمون بودیم، حلیکور و بچه ها اینجا بودن، یه صحبت شد گفتیم که خانوم نیلوفر ابتکار، منظورمون میس مری بود، سیستر مری، اما خانوم معصومه ابتکار که اسمش نیلوفر ابتکار بود، اختر یهو پرید به ما که معصومه ابتکار کیه، گفتیم که همون، گفتیم نیلوفر ابتکار، گفت نیلوفر ابتکار کیه، گفتیم که همون میس مری، میسیز مری، سیستر مری که بود، سخنگوی دانشجویان پیرو به خط امام بود، گفت اسمش که معصومه است نیلوفر نیست، گفتیم نه اختر تو نمیدونی، ایشون اسمش نیلوفر بود تا قبل از پیروزی انقلاب با شکوهمند اسلامی. بعد که انقلاب با شکوهمند پیروز شد و ایشون اون داستان تسخیر لانه جاسوسی پیش اومد و ایشون شد سخنگوی دانشجویان پیرو به خط امام، اسمش هم عوض کرد. اخترم که خب بالاخره یه خود فساد اخلاق مثل خودمون از اون نوع داره، که اسم به اون قشنگی نیلوفر رو چجوری این گوستا به عوض کرد گذاشتی معصومه؟ گفتم با اون حق داره خانوم. چرا؟ گفتیم که پول توشه، مقام توشه، یه جوری باید خودشو به دستگاه نزدیک کنه. نیلوفر یه اسم فارسی گناه داره، حرامه. وقتی شدی معصومه وقت نزدیکتر میشی، خیلی کارا میتونی بکنی، میتونی رو پرچم آمریکا را بری، این برم بچه و نبه و تشکیلات رو بفرستی در آمریکا، همه جور مقام و پول و ثروت هم داشته باشن، چون این آمریکایی هم بالاخره یه جوری با اونا دستاشون تو همه دیگه، دستشون که از هم جدا نیست. حالا ما حقیقت به شما بگیم، مرتب اینجا نشستیم این دلمون پر میزنه برای رژیم شریف جمهوری اسلامی، انقدر نگرانشونیم، اینقدر نگرانشونیم، میگیم نکنه یه ها اینا سقوط کنن، تر زده بشه به این تشیع و اسلام و میبخشید ما جمله بهتری پیدا نمی کنیم اگه این کلمه رو به کار میبریم، چون که مثلا بگیم سقوط کنن بارش کافی نیست، حالا بگذاریم چون من اصلا نشنیده بگیریم. بنابراین هر مشکلی که برای رژیم پیدا میشه ما میایم دنبال چاره میگردیم، رای حل پیدا میکنیم و رای حل مجانی در اختیار آقایون و علمای اعلام و حجت اسلام میکنیم. از جمله با خودمون فکر کردیم یکی از بزرگترین بدبختی هایی که این رژیم شریف یا خبیث جمهوری اسلامی داره اینه که یه ذره دیر به حکومت رسید. شما فکر کنید اگر به جای 1357 1257 1157 یعنی 100 یا 200 سال پیش یه امام خمینی ظهور کرده بود، حکومت اسلامی ساخته بود، این تا ابد باقی مونده بود، تو اون موقع نه اینترنت بود، نه روزنامه به اون شکل بود، نه مردم سواد اون چنانی داشتن، پیازشون ریشه میکرد. یکی از بدشانسیاشون اینه که یه حکومت تقریبا مدرن و نسبتا مترقی رو تحویل گرفتند. به هر حال هرچی بود حکومت مرحوم آریامهر، حالا به باطنش کاری نداریم، ظاهرش مترقی بود، مجلس داشت، سنا داشت، نمیدونم نخست وزیر داشت، وزیران داشت، سازمان برنامه داشت، به هر حال یک حکومت، یک قانون اساسی به هر حال داشت که از قانون اساسی کشورهای اروپایی تقلید شده بود، گرچه اونم قرقاتیش اسلام و تشیع داشت،
آقایون چربیش رو روغن داده بودن روش. حالا بگذاریم، بدبختیشون اینه. بعد اومدیم با خودمون فکر کردیم، خب حکومت در حقیقت وقتی علما در رأسشن میشه ولایت دیگه، میشه در حقیقت خلافت. یعنی الان باید گفت خلافت اسلامی حضرت رهبر مسلمین و مستضعفین جهان و همه. این که حکومت نیست، خلافته. وقتی حکم حکومتی صادر میفرمایند، حکم حکومتی از خلافت صادر میشه دیگه. بعد با خودمون فکر کردیم بیان یه اصلاحاتی بکنن در حکومت یا خلافت که این از حرام بودن در بیاد. بسیاری الان این ارگانیزیشن ها، سازمان ها حرامه. مثلا فکر کردیم دیگه رهبر نگن به حضرت رهبر، بگن خلیفه. بعد مثلا رئیس جمهور، خب یک مفهوم غربیه، حرامه. رئیس جمهور رو بگن مشتمال چیه، مثلا رهبر معظم. یا مثلا خوشخدمال نظام، خوشخدمال نظام که یعنی حضرت رهبر. بعد این مجلس شورای اسلامی، با اینکه حالا مجلس شورای ملی رو کردن اسلامی ولی خب اونم کافی نیست، بکنن مجلس اهلای علمای اعلام و حجج اسلام. طرح و لایحه‌ام که دو کلمه به حال طاغوتی، حذف کنن همون حکم حکومتی که فوری هم تصویب میشه دیگه. حکم حکومتی نیاز به اینکه مجلس سگه کیه تصویب، مجلس اصلا جمع کنن، یه چند تا از این شیوخ رو بذارن هم یه چیزی میده مجلس خمرگان، این هم خرج انتخابات نکنن. نماینده های اون مجلس هم میشه خدوم و عرض میشود احشام. اونا مثل احشام هن دیگه، هرچی بگن هی کنن از همون جایی که هیشون میکنن میرن. بعد گفتیم که این پست نخست وزیر هم که خوشبختانه حذف کردن، یه چیز اضافه بود اصلا نخست وزیر چه مزخرفیه. بس سازمان برنامه، اصلا حکومت اسلامی برنامه نیاز نداره، اونم خوشبختانه منحل کردن. این دوتا اقدام درست بود. حالا توصیه میکنیم بیان این وزارت خونه های طاغوتی رو هم حداقل اسمشو عوض کنن که با مسما تر بشه. چند تا وزارت خونه رو پیشنهادهای اصلاحی میدیم فقط. مثلا وزارت جنگ رو بذارن وزارت اولدروم بلدروم. وزارت اولدروم بلدروم، چون جنگی که با کسی نمیشه کرد. مثلا همون لگنهای توی خلیج فارس هم که با اونا، با این لوازمی که شما دارید که نمیشه جنگ کرد، ولی اولدروم بلدروم میشه کرد. میزنیم میکشیم اسرائیل رو 3 ساعته اگه حضرت رهبر فرمان بده، 3 روزه میگیریم. گفتیم براتون، آخونده میگفت عرض میشود اسرائیل رو میگیریم، آمریکا رو میگیریم، انگلیس رو میگیریم. یه گندلاتی از پای منبر بلند شد، گوه هاجا و اگه LMG تو به چرخونی ترکیه رو هم میتونی بگیری. خب وزارت دفاع رو اسمش رو پیشنهاد میکنیم بذارن وزارت التماس درخواست. دفاعی وجود نداره، همون التماس به کری، التماس کنید به اوباما یه دستی بدید، لابی بدید، با فرانسه یه جور خوشخدمالی کنید. وزارت التماس و درخواست. وزارت آموزش و پرورش رو بذارید وزارت روزخانی و عزاداری. همون توی مدارس روزخانی خامسه آل عبا بشه، اهل بیت بشه، کافیه، کار دیگه ای نیاز نیست. وزارت بهداری رو اسم بذارید وزارت دعا و استغاثه. تو میدونید در اسلام و به خصوص تشیع همه قدرت ها دست خداست. شما اگه مریضی بواسیر هم که داری، کسی نمیتونه کاری برات بکنه مگر اینکه خدا یا ائمه شفات بدن. پس نه به دکتر و بیمارستان و این حرفا نیازه، همون یه امامزادی بری یه پولی بریزی، یا امامی بری در مقبرش پولی بریزی، دعا و استغاثه بکنی، مشکل حله. حالا البته خود آقایون ببینید کسی نیاد بیاقه ما رو بگیره آخ چرا خدا آقایون تا
نخود سر رودشون گیر میکنه میرن انگلیس و فرانسه، اونا فرق میکنه. ما اینو لازم مردم عادی میگیم مثل خودمون پابرنا ها. وزارت اقتصاد و اسمشو بذارم وزارت اختلاس، بیشتر قشنگتر جا میفته. اقتصاد که به درد میخوره، مال خرم هست. وزارت اختلاس، وزارت کشاورزی رو اسمشو بذارن وزارت تخریب مزارع و باغ‌ها و تبدیل آنها به ساختمان مسکونی. وزارت صنعت و معدن رو اسمشو بذارن وزارت ساخت زریع و مقبره و فروش مواد خام. وزارت نفتم در بست بذارن وزارت بابک زنجانی، بهترین نام به نظر ما میتونه باشه. وزارت آبادانی و مسکن رو بذارن وزارت تخریب اماکن و امور بساز و بفروش. وزارت اطلاعات هم وزارت جاسوسی و شکنجه و آزار مردم، این اسمای جایگزینه برای وزارت خونه ها. وزارت فرهنگ رو هم بذارن تخریب موزه ها و آثار باستانی و فروش آنها به خارجی ها. با این ترتیب فکر میکنیم که بسیاری مشکلات این رژیم شریف حل خواهد شد. ببینید چقدر ما به فکر رژیم شریف هستیم، شب و روز داریم تلاش میکنیم، مطالعه میکنیم که اینها بتونن به خواسته هاشون برسن و به اصطلاح خیلی موفق باشن در اموری که مبتلا بهشان هست. ما یک انگولکی به این تشکیلاتمون بکنیم ببینیم چی درست. خب اما یه داستان دیگه میخواییم براتون بگیم و اون این استش که براتون گفتیم که ما در سنوات قبل، شاید در 12 سال پیش، مدتها در یک نشریه در این مونتریال قلم میزدیم. البته ادعای نویسندگی و از این مقولات نداریم، هر روی سوز دلمون یه چیزی مینوشتیم. اگه نخواهیم علکی جلوی شما حوزم بدیم، بعدم نبود ملت، مردم دل سوخته مثل خودمون پا برنا استقبال میکردن. بعضی موقع هم در اعمال بعضی از این اراذل و اوباش دقت میکردیم. همین جانیانی که از ایران اومدن اینجا یه جوری آش رژیم رو هم میزنن، حلیم مردم هم گاهی یه قاشق میچشن ولی بیشتر آش رژیم رو داریم. از این جانورها تو مونتریال زیاد داریم. یه مدت گیر کرد دادیم به اینا. خب میدیدیم یارو نشریه داره اینجا، نشریهش رو باز میکردیم میدیدیم کارش حمایت از رژیم و جانیانه. یارو بیزینس داره ولی سر و سر هم با رژیم داره. به سادگی معلوم بود آقا هر هفته، هر 2 هفته 15 روزی که ما مطلب برای نشریه میدادیم این نشریه چاپ میشد، از فرداش مکافات داشتیم. سردبیر میر خراسانی ما رو بیچاره کردیم. خلاصه این انقدر ادامه پیدا کرد تا ما کم کم قلیل قلم شدیم و افتاد تو کار اینکه اینجا رو نمیشه چاپ کنیم، اینجا رو نمیشه چاپ کنیم. ما خیرشو عطاشو به لقاش بخشیدیم و تمومش کردیم اومدیم. بعد تا شد سال 88 دوباره این دل برای اون میهن میزد، اونجا آتش بود. خودمون دوباره رفتیم باز یه مدت کار کردیم، دیدیم بازم نمیشه. اینایی که اینجا بودن به هر حال، سردبیرم خرج داشت، حالا بگذاریم. خب اینا هم حق دارن بیچاره ها، هم خرج دارن هم در جانشون میترسن. همه که مثلا خلوز نیستن که همه چیز رو بگن. من احیانا گاهی مثلا سفارت که اون موقع هنوز نبسته بود آگهی میداد، یا این مسجد شهر، حاج آقای ورپای شهر در مراسم عزاداری آگهی میداد. خب نمیشد که وقتی حاج آقای شهر
اونجا آگهی داره مطلب مای مفسدن چاپ کنن. برحال بهش حق بود. ولی این مصیبت بود. یکی دو بارم سردبیر یقه ما رو گرفت. آقا اینایی که تو می‌نویسی دلیل دارید؟ گفتیم بعد. دلیل چیه؟ گفتیم به همین نوشتاجات خودشون مراجعه کن. اللابلای خطوطش تا آدم عاقلی هستی. میتونی بفهمی اینا چی کارن. گفتیم این که میگیم دلیل داریم این نیست که اگه بگیم آقای رفسنجانی در اینجا چی خریده، میگن مثال البته گفتیم هایوی خریده، بزرگ را خریده، بریم بنچاقش رو یا سندش رو بیاریم نشون بدیم. اینا رو هر روی آثاری که ازش میبینیم. برحال از این داستان بگذاریم. از روزی هم که توی میهن تیوی شروع کردیم زمزمه هایی بود. اکثرا دوستان خیلی خوب خودمون زنگ زدن پیر تو اینایی که میگی دلیل داری؟ گفتیم آره. تو اینجا تو مونریال 10,000 کیلومتر با لس آنجلس فاصله داری. گفتیم آقا الان دور تکنولوژی، این تلویزیونه رو باز میکنیم یه انینه ای میاد میشینه یه سری مزخرفات میگه، همون تا دهنش رو وا میکنه میدونیم چی داره میگه. یکی دیگه هم که بعدش میاد میگه اونم میفهمیم، یکی هم که قبلش گفته میفهمیم. یه بارم به ما گفتن که ممکنه دردسر بشه برات، گفتم ما دلیل داریم. حرفای خودشون همه خوشبختانه امروز همه ضبط شده است. گفتم برای ما که اصلا نگران نباش، ما چیزی برای دست دادن نداریم. به دوستان میگیم ما همه زندگیمون رو جمع کنیم 5,000 دلار نمیشه. خدا پدرتون یاد، چیزی برای دست دادن نداریم. فوقش میبرنمون زندان دیگه. چقدر خوبه شام و نهارم مثل که میدن، این که بد نیست. بعد هم دلیل داریم براش. حالا این هفته خوشبختانه یه شاهد از غیب رسید، یه شاهد از غیب رسید. چند وقت پیش توی یکی از برنامه های 3-4 هفته پیش یک حرفی زدیم راجع به دو تا از این اراذلی که در اندیشه برنامه دارن. اون آقای دکتر مهدی آقا زمانی که ما از ظاهر و بیان و افکار و چیزاش اسمش گذاشتیم مربای رو به گوز کلاق، ببخشید حالا کاری نداریم، همون آقای دکتر و یکی همون گوریله، حالا میگیم گنده هست، ساسان کمالی. یه چیزایی گفتیم، باز یکی از دوستان به ما زنگ زد آقا اینا تو اینایی که میگی، گفتیم ما دلیل داریم. گفت مثلا حالا ما با تو رفیقیم، اگه ما رو ببینن بگن این پیرمردی حرف برد، گفتیم بهش بگو به خودمون زنگ بزنن یا ایمیل بزنن، ایمیل ما اینجا هست، تا بهشون بگیم ما میدونیم شما چی کاره ای. این هفته خوشبختانه یه شاهد از غیب رسید. اینو بیشتر چون یه بار روی سخنمون راجع به این آقا زمانی با آقای خلیلی نازنین رئیس شرکت کتاب بوده، الان ضمن ادای احترام به ایشون، چون این آقای دکتر آقا زمانی پیش آقای خلیلی هم کار میکنه، یه بارم به خلیلی گفتیم مواظب باشی آدم مشکوکیه. حالا اینجا یه دلیل اومده که این دلیل رو برای شما بگیم. میدونید گفتیم یه نشریه هست به نام بیداری که توصیه میکنیم بهتون یه چند دلاری از جانتون باز کنید نشریه بیداری رو مشترک بشید. این نشریه بیداری همون واکسنی است که برای امروز ما ایرانی ها واجبه، از بسیاری از بیماری ها ما رو محفوظ میکنه، هم واکسنه برای جلوگیری، هم داروی برای درمان درد بی درمانی که من و شما داریم، یعنی آلوده شدن به خرافات اسلامی برای 1400 سال، ریشه دار، محکم دار، درد مزمن، بیماری مزمن. درود بر لشکری، سیاوش لشکری نازنین که الان دو سه جلسه از این نشریه بیداری رو برای ما اینترنتیشو میفرسته. در صفحه 11 این شماره نشریه بیداری، شماره 84ش برای نوامبر 2015 است، مورخ نوامبر 2. یه مطلب کوتاهی هست تحت عنوان دوستان امام حسین در لس آنجلس. این مطلب رو با دقت گوش بدید. اینو خود آقای لشکری دوست ما نوشته.
نوشته آقای دکتر مهدی آقا زمانی جوانی است با دانش، البته در این شانمای خود شک و پرشور و احتمالا شور حسینی منظورتونه، که دو سه سالی است از ایران بیرون و به لس آنجلس آمده است. دقت کنید، دو سه سالی است از ایران بیرون آمده، یعنی اگر سن ایشونو که اونجا که حساب کردیم رفع 37-8 سال باشه، 34-5 سالش رو تحت تاثیر آقایون علمای اعلام و حجج اسلام و تعلیمات عمری بوده. این داد دستتون باشه. ظاهرن او یک جوان ایران دوست و مخالف رژیم حاکم بر ایران است. میگه موفق باشید آقای، عرض میشود آقا زمانی، اینو به عنوان میدونید این علامت موفقیته، انشالله در این راه ایران دوست و مخالف رژیم بودن موفق باشید. یه موقع فکر بد نکنید، ما داریم فرانسه انگلیسی با شما اینو نشون آقای آقا زمانی میدیم، اینو تعبیر بد ازش نکنید. اون که اینجا بده یه انگشت دیگه است، این خوب است، یعنی پیروزی موفقیت. اما امسال به ناگهان چهره دیگری از او در برنامه رادیویش دیده شد. اینجا اون داستان است، گوش بدید. او در برنامه یک شنبه 18 اکتبر خود که چند شبی به عاشورا مانده بود، به تعریف از مظلومیت حسین و حرکت دلیرانه او در برابر ستمکاران پرداخت، که تا اینجای ماجرا از کسانی که تازه از ایران آمدند توقعی نمیتوان داشت که خود را به این زودی از این خرافات نجات داده باشند. راست، ببینید چقدر لشکری منصفه، راست میگه. میشه گفت اینا تازه اومدن، هنوز تحت تاثیر اونا هستن. درست. اما هنگامی که حمله شدید خود را به منتقدین اسلام و مخالفین این گونه مراسم خرافی آزاد آغاز کرد، نشانه هایی در اندیشه او آشکار شد. از قضای روزگار یکی دیگر از برنامه سازان همان رادیو، آقای ساسان کمالی، هم اعتراض داشتند به کسانی که مخالف سینه زنی و زنجیر و قمه زنی هستند و فرمودند این کارها امروز بد شده است، در گذشته بد نبود. البته برای عوض شدن کسانی در سن آقای کمالی خیلی دیر شده است، اما در پیشانی آقای دکتر آقا زمانی آثار امید و رها شدن از تیرگی چاه امام حسین و جمکران بسیار دیده می شود. لشکری نازنین، اصلا داستان یه چیز دیگه هست، می بخشید حالا ما در این مورد با شما موافق نیستیم. آقای آقا زمانی از نظر ما، خدا ما رو ببخشه، اینم دیگه دلیلش، ایشون با دزد نیست که با چراغ اومده، یعنی با مأموریت اومده، حالا یا پولی یا بلاهتی، یا از یه بلاهت این کار رو داره میکنه، یا اینکه واقعا پولی چیزی میرسه برای این. اگر نه الان جوانان ایرانی میشه از اینترنت دید چی مینویسن راجع به این مسائل مذهبی. بنابراین میتونه اینجور باشه که احیانا برای مأموریتی اومده، مشکوک به نظر میرسه. ما بارها صراحتا گفتیم، راست میگه، حالا تو دوستدار امام حسین هستی، قربانت، میتونی باشی، میتونی خودتم بری سینه بزنی، زنجیر بزنی، بری گریه کنی. اونجا چیه؟ اون بنیاد، اون یارو دکتر قلطاقه را انداخته، بنیاد ایمان، بری اونجا، از این مراکز زیاده، یا برو پیش آقای هدایتی و قمن برات میزنی. ولی دیگه به کسانی که منتقد اسلامن گیر نده مردک. ولی آقای لشکری، این یارو گنده، این آقای ساسان کمالی، این کارش از اصل خرابه. این یه زمانی توی حکومت شاهنشاه یا مهر اونجا یک چیزی دلغکی بود تو تلویزیون، یه سری مزخرف میگفت، اومد اینجا اول جذب این تلویزیونای انترتینمنتی شد و میرفت تو تلویزیون آقای امیر قاسمی،
اونجا جای دوست دشمن نشون میداد. بعد دید ظاهرا اندیشه چربتره، بعدم مد شده بود اعلیحضرت بیاد و زمزمه سلطنت بکنن، رفت اونجا یهو عوض شد، شد سلطنتی. داستان خیلی لشکری از این چیزا پر آب و چشم تره، ولی خوشحالیم لشکری نازنین ما که در برحال اینا رو در تلویزیون میبینیم، ولی این کارهایی که این ورانور انجام میدن که ما لطف کرده لشکری رو ما رو روشن کرده که این بابا اونجا کارتش از جیبش افتاده پایین، نشون داده که چی کار حسنه. البته میشد حد زد، قبلن هم ما گفته بودیم، ولی کسی 2000 تره خورد برامان نمی کرد. عرض به حضور محترمتون، والا مدت هاست تصمیم گرفتیم راجب این تلویزیون ها کمتر صحبت کنیم، ولی نمیشه. خیلی سعی کردیم این خسروی فروهر، اول از راجب اندیشه بگیم، این خسروی فروهر یه جوری آدم بشه، در حال جوان تحصیل کرده است. گفتیم حالا با احترام باهاش صحبت کنیم، آقا این تاریخ رو که اینجور نقل میکنی نیست، داستان اصلا چیز دیگه است، اون مملکت بزرگانی داشته. دیدیم بابا آدم بشو نیست. حتی خسرو خان تو همون تلویزیون اندیشه علارغم اینکه حالا بسیاری فرهیختگان رفتن زیر پاشون جارو شد، بازم دوست آدم حسابی است، از اونا یاد بگیر، اونا حرفای خوبی میزنن. تاریخ که تو نمیتونی دوباره از نو بنویسی، ببین اونا چی میگن، ریفرنس هاش هم بهت میدن. ولی ازت قطع امید کردیم، امیدوار بودیم آدم بشی، ولی دیدیم بعدم حیفه. این وقتی که این اسپانسرهای ما تفلک ها پول میدن ما راجب میهنمون صحبت کنیم، بیاییم راجب الدنگایی مثل شما، یه خیلی مختصر ازت بگذاریم، بیشتر از این ارزش نداریم. اما نمیشه از جناب سلول هنگ آریا گاب، ببینید بد نیست، فامیلیش باقریه، بقره که میدونید یعنی گاف، باقری هم یه نسبتی با بقره داره دیگه. دفعه پیشم بهش توصیه کردیم، گفتیم دلت میخواد بهت بگیم جناب سلول هنگ آریا گاب یا آریا اولاق، هر کنون خودت دوست داری، چون این معمولا آقای مشیری رو وقتی به نامش میرسه میگه شطور. ما ایشون رو چون هم از نظر هیکل و تفکر منتها مردد موندیم، از نظر هیکل به گاب شبیه، از نظر تفکر و الاغ منتها دوتاشو نمیشه بگیم دیگه، منتها گاب بهتره چون فارسی هم هست، چون اسمش حسین بوده کرده آریا، خب فارسی شده، فامیلیش باقری عربیه، ما کردیم گاب که فارسی باشه. بگذاریم، جناب سلول هنگ آریا گاو باقری سابق، نامم فارسی کردیم که دیگه عربی نباشه، براش بد نباشه. آقا تو برنامه شو گفت ساعت چهار صبح به وقت استرالیا این ابله ورزشی زنگ زده به هومر آبرامیان، مثلا اینجا 10 صبح بوده، تو استرالیا 4 صبح، حالا یه ساعتی بوده اونجا 4 صبح. ما بهتون قول میدیم، این عقلش نمیرسه که تو اگه اینجا در مثلا لس آنجلس ساعت 8 صبح فکر میکنه استرالیا هم 8 صبح. زنگ زده تفلک هومر از خواب بیدار کرده، با تمام گفت خانومش هم مریض، خانومش هم بیدار کردم، خاک برم سرت کنم. خیلی ساده است، حساب کنید چند ساعت با استرالیا فاصله زمانی داریم، یا اگه عقل داشتی اقلا قبلش در یه ساعتی که هومر بیدار بود به زنگ میزدی، باش قرار میذاشتی، به هومر میگفتی اون به تو زنگ بزنه، مزاحم خانمش نشی. بوسی جان، بوسی مخفف گوساله است، ناراحت نشی، این خوشمون میاد بهت بگیم بوسی، چون شبیه گوساله هم هست. اینا حق تو ها جناب سلوله هی، توهینایی که به بزرگان میهن ما میکنی، ما به جاشون که اونا تو رو که آدم به هیچ چیز حساب نمیکنن، ما جواب تو میدیم. آره ساعت 4 صبح زده زنگ زده، 4 صبح وقت استرالیا، میگیم فکر کردیم مثلا چیز فکر کنین لس آنجلس 9 صبح، اونجا 9 صبح، عقلش نمیشه که عمو شور سواد که نداره. خلاص یه متن رو باور کنید میخوند، یه صفحه متن بود، ما دقت کردیم، باور کنید 18.5 غلط داشت، البته ما 2 بهش دادیم با ارفاق. آخه بدبخت برو بخون،
انگلیسی نمیدونیم حقیقتش، چون که انگلیسیمون اصلا خوب نیست. ولی تو فارسی که یه ذره بلدیم 18 و نیم غلط توی صفحه ازت گرفت، یه شعر خوند 4-5 خط بود، باور کنید 10 تا چیز غلط خوند، فقط برای اینکه نمیخوایم همه غلطاتو بگیم مجانی کور خر تعلیم بدیم ها، که یادت بدیم فقط یک کلمه‌شو بهت میگیم که بدونی شعور نداری. یه مطلبی رو مثلا حالا نقد قرآن میکرد، تو آن خشتک تو بکش بالا، تو نقد قرآن و اسلام میکنی، برای اون کار یه آدم گردن کلوف میخواد، نه تو ابلح که ایچی حالیت نیست. کلمه عمران رو میخوند عمران، حالا این فقط همین یه دونه نمونه رو بدیم دستت، چون زیادتر توضیح بدیم یاد میگیری حیف تعلیم مجانی بده، برو مطالعه کن. برای ما شده مفسر چی؟ منتقد اسلام. آخه تو قد این حرفا نیستی. برور میداره با آقای دکتر نوری‌علا توهین میکنه. مردک نوری‌علا استاد زبان فارسیه، اصلا توف کنه تو رو آب میبره. یا مشیری استاد تاریخ بدبخت، دست به آب خالی کنه سیل اومده تو رو برده بیچاره. بعد در این ایران آریایی اخیراً یه نهضتی رو افتاده، بدبختای بیچاره از این یارو دونالد ترامپ حمایت میکنن. یارو رو بردن به نام آقای حمزه‌ای، حمزه‌ای یا چه کسی، خیلی شیک و کرواتی و پاپیون هم میزنه. از دونالد ترامپ میگه دونالد ترامپ رو رأی بدید، به ایرونی ها میگه این میشه رئیس جمهور ایران رو آزاد میکنه. ببینی اینا چقدر خرن. یارو فاشیست مرد که فاشیست، و البته اینا هم فاشیستکن، اون فاشیستک این فاشیست، اون فاشیست بزرگه، این فاشیستک هم دورشن، فکر میکنن اون میاد ایران رو براشون نجات میده. تو این درد به دل آدم میاد. دیشب در یه تلویزیون دیگه بگیم چرا نگیم، تلویزیون پارس، یه مراسم شب یلدا، چون شب یلدای واقعی دیشب بود، برگزار کرده بودن، یه خانم تیتیش مامانی رو آورده بودن، نشسته بودن اینجا، معرفیش کردن که ایشون شاعر است، نویسنده است. تا اینجا مرسی، هست، هیچ حرفی نیست. ولی درد به دل ما اومد که این خانم با شور و احساس، پیزی هم لای خانونش، لوخ هم لای بالونش کردن، به قول ما مشهدی ها، خانم شاعر و نویسنده و شعر تو برا ما بخون. گارا شعرام همراه میستنی، حالا یه دونه این تو شاید بخونم برا تو. یه 20 بیت شعر خوند سراش هم در نیورد، عشق از چشم ما اومد. شعر تفلک مهدی سویدی رو برداشته بود به اسم خودش جازده بود، این سراش در نیورد. خانم اول میگن این شعر مال کدوم بدبختیه، کدوم زحمت کشید. مهدی سویدی شخصیتی بود تو اون مملکت، یه کتاب شعر ما ازش داشتیم به این عبا. شعر مهدی سویدی خوند و سراش هم در نیاورد، گفتیم نمیدونی مردم که شعر شناس نیستن. بعد البته احمد آزادم که اونجا نشسته بود یه ندا داد، یه جوری کرد لایه داستان که این شعر مال کنا بیامرز آقای سهیدی رو، اون یه متلک اینجوری گفت. ولی خانم تو خودت اول که میخوای شعر رو بخونی از مهدی سهیدی یاد میکردی، درودی به اون میفرستادی، میگفتی این شعر سهیدیه دارم میخونم، خیلی البته خوب خوندی، وقتی هم تموم شد میگفتی که این شعر از آقای مهدی سهیدی است. آخه دزدی شعرم دزدی، وای با بر ما مردم. یه دوستی که سال هست تو این مملکته گله میکرد، میگو بچه من، خب بچه هاش دیگه فارسی درست حسابی بلد نیستن، انگلیسی و فرانسه. گوی مردی راجع به فوتبال، چون فوتبال دوسته، به انگلیسی یا فرانسه مینویسه میذاره روی سایت، بعد یه بابایی میاد اونو برمیداره اسم اینو پاک میکنه، اسم خودشو میذاره. اومده بود بابا چرا هموطنهای ما اینجوری هن، چرا مطلب منو برداشته به اسم خودش گذاشته؟ که من جوابی نداشتم به بچم بدم، چی بهش بگم نمیدونم. در حال از این داستان هم بگذاریم،
شما با این سیروس محسنون رفیق ما که آشنا هستید. دکتر سیروس در سوئد زندگی میکنه، هر هفته 4-5 تا 6-7 تا حتی 12 تا برای ما ایمیل میفرسته، گاهی هم سر به سر ما میذاره، ما البته یه موقع ملاحظهشو میکنیم یا موقع جوابشو میدیم. از جمله این مطلبی که این هفته فرستاده، البته هفته قبل فرستاده بود، مربوط به برنامه قبل میشد، جا نداشتیم، دیدیم روشم زیاد میشه، هر هفته هی ازش مطلب بخونیم، گذاشتیم این هفته. اینو بعد از برنامه 82 برای ما فرستاده. آه نه، این مال بعد برنامه 82، یعنی برنامه هفته قبل. نوشته برنامه 82 خیلی خوب بود ولی خیلی مقشوش. از رو درواسی به آقای ناصر امینی و از ترس سعید بهبهانی لباس آدم ها رو پوشید. به ما میگفت یادتونه دفعه پیشون که لباس کراوات زده بودیم، کراواتی که آقای ناصر امینی دوست خوبمون برامون فرستاده بود زده بودیم. نوشته که از ترس آقای سعید بهبهانی و از رو درواسی که با آقای امینی کردی این کراوات بستی و لباس آدم ها رو پوشید. ارو درواسی به آقای ناصر امینی و ترس سعید بهبهانی لباس آدم ها را پوشیدی و کراوات بستی، در صورتی که می دانیم تو آدم بشو نیستی. البته راست میگه ها، خودمونم می دونیم. و فقط از روی اجبار کراوات بستی و یک جلیقه هم رویش پوشیدی. معلوم شد که سعید دارد هویت تو را نابود می کند، منظورش سعید بهبهانیه، و در این راه از پیرمرد بزرگواری به اسم ناصر امینی کمک گرفته که آدم آدم نمی شود جز به پوشیدن کراوات. خلاصه دارن تو را آدم می کنن و این جای تأسف است که تنها آدمی را در تلویزیون میهن که آدم نیست دارند آدم می کنن. ما اگر مشکلی داریم از آدم هاست. مخشوش بودن صحبت هایت خیلی درست و به جا بود، چون که اگر کسی در این اوضاع مخشوش نباشد آدم نیست، حتی اگر کراوات ببندد. گیر داده گیر سپیچ به این کراوات دفعه پیش ما. یک توصیه مهم به تو دارم، وقت خودت را روی بدی ها تلف نکن، بلکه روی خوبی ها وقت بگذار. این جمله تو پسندیدیم، سعی میکنیم به حرفت گوش بدیم. آدم های ناجور مثل حالا یک کسی خیلی زیاد هستند. بذار بخونیم. چرا؟ میگه آدم هایی مثل نادر دورمانی خیلی زیاد هستند و نادر نیستند. چون ما که رو درواسی ندونیم. نظر سیروسه. خودمونم بی نظر نیست. آدم هایی مثل نادر دورمانی خیلی زیاد هستند و نادر نیستند. راست میگه. زیاد داریم از اینا. تو نباید بگذاری آنها ذهن تو را بچرخانند و از تو انرژی بگیرند. البته باید از تو تشکر کرد که ما را مطلع می کنی که چنان جانورانی وجود دارد. در ضمن زیاد درباره نظام های برجسته در کانادا و کشورهای پیشرفته زر نزن. به ما میگه ها، همان آدم ها اگه وضعشون یک کم خراب شود استخوان های همدیگر را جوری خواهند جبید که بگویی صد رحمت به جمهوری اسلامی. اینم راست میگه. اینا در وحشی بودن دست کمی ندارن. جنایاتی که همین غربیا در آفریقا و آسیا و مناطق ما کردن که یه بار براتون تعریف کردیم، انگلیس‌ها چه جنایاتی در ایران مرتکب شدن، قحطی به وجود آوردن، عده‌ای از مردم ما رو کشتن. دموکراسی نظامی است که به خونی که از کشورهای بدبخت می نوشد پایدار است. راست میگه. خون ما همون نفت ماست، یه قلمش. واقعا تو فکر کرده ای که کانادایی ها ناجی بشریت هستند؟ در آن صورت بگو چرا بزرگترین دزدها از ایران به کانادا فرار می کنند؟ آیا برای کشور کانادا خیلی سخت است که بگوید ما آدم هایی را که پول مردم را دزدیدن نمیپذیریم؟ بیخیال، وقت تو بیشتر نمیگیرم. با درود و سپاس و بدرود و از اون جور چیزها، سیروس.
جواب دادیم بهش. اولا این جمله رو بهت بگیم، به کوری چشم تو سی روز و بعضی از منافقین دیگه امروز هم کروات زدیم. فکرم نمی کنیم که با کروات زدن آدم باشیم، همونی که بودیم هستیم. کروات ما رو تغییر نمیده. دکور و ظاهر و پالان عوض کردیم. خر همان خر است، پالان فقط عوض شد. بیرون در بستیم. ببینم اعتراف میکنیم خر نبودیم که نمیمدیم اینجا بشینیم اینا رو برای شما بگیم. خیلی کارهای دیگه میشد کرد اگر از اولش راه دیگه ای رفته بودیم. الان خیلی وضعمون بهتر. بگذاریم جواب بهش دادیم. سیروس عزیزم درود بر تو. مدت ها بود با خودمان فکر می کردیم که تو با اون قیافه کریه و صدای نتراشیده نخراشیده و اخلاق سگی و اون ادبیات افتضاحت چه مهره ماری داری که آنقدر در دل ما نشسته ای که ما با آن همه ابهت و عظمت و کراماتمان، خودمونو میگیم ما، هر هفته چند ساعت از وقت گرانبهایمان را صرف خواندن مزخرفات و ترهات تو میکنیم و با دریافت همین ایمیل راز این داستان را کشف کردیم. تو در حقیقت درست مثل خودمان یه پارچه لات و لوت و لش و لوش هستی و آن هم علاتای با معرفت داشت دکتر باباها، ما بهش اینجور میگیم. یعنی احتمالا تو هم آدم نیستی و حالا چطور خودت رو توی ردیف آدم ها چپوندی خدا میداند. و حالا پی به مفهوم این دعای شریفه زیر بردیم که میفرمایند: یک، کور کورو میجویه آب گودالو، و دو، کبوتر با کبوتر باز با باز کند خرچنگ با خرچنگ پرواز. این مطلب رو در بس گذاشتیم برای هفته آینده، حتی اگر مطلب دندونگیر دیگری هم برای ما بفرستی. فقط مواظب باش لوش ندی. معمولا بهش میگیم چیزی که میخواید برای ما بفرستی تو برنامه‌مون بخونیم لوش نده، نظر بکارتش از دست بره، جایی منتشرش نکن تا ما تو برنامه بخونیم. بله، و امضا خراسانی. اینم از مطلب سیروس نازنینمون که گفتیم بعد جوری این ما رو به خودش عادت داده، هر هفته هم مدت ها مزاحم ما میشه، هی از این مزخرفات برای ما میفرسته. البته همش مزخرف نیست، بسیاریش هم خوبه که یکیش همین بود که برای شما خواندیم. خب عرض به حضور محترمتون، اینا هم که خوندیم، خب این داستان اربعین و کربلا و اینا رو که براتون خوندیم، چند شب پیش یک باز از این تلویزیون های شیعه رو نگاه میکردیم، آقای معممی آخوندی روحانی ایشون یه داستانی میگفت. همه ما شنیدیم که تعداد یاران امام حسین در کربلا 72 نفر بوده، کمان که شهدای دشت کربلا هم 72 نفر بودن. بعدن هم این 72 الگو شد در اون ماجرای دفتر حزب جمهوری اسلامی رو که منفجر کردن، اونجا هم 100 خورده کشته شدن، کشوندنش به 72 که نسبتشون بدن به شهدای دشت کربلا. به هر حال آقا میگفت، همین آخونده، یاران امام حسین در حقیقت 1000 نفر بودن یا بیشتر. منتها موقعی که آقا در یک سخنرانی حضرت امام حسین اینا رو حالیشون کرد که آقا این دفعه دیگه داستان جنگ و غنیمت گرفتن و زن و مال به دست آوردن نیست، نیست تو بمیری از نات فرام دوست تو بمیرید، یعنی این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. چون رسم بود در عرب حمله میکردن، طرف رای لشکر رو شکست میداد، مال و انبارش رو بر میداشت برای خودش، زنها و دختراش هم پسراش هم کنیز و غلام میکرد.
آقا گفت آقا این دفعه اونجوری نیست، اینه که یک کیکی رفتن آقا رو تنها گذاشتن. 1000 نفر تبدیل شد به 72 تا، دو تا که همون نزدیکای خود امام بودن. بعد از گفتن این داستان توسط آخوند فکر کردیم پس اگر این طور باشه احیانا اگه قیمت نفت بیاد پایین یه خورده غنیمت کمتر بشه، دوروبر آقای حضرت رهبر معظم هم احتمالا خالی میکنن، چون اینا هم از همون کوفیان هستند. یعنی پس جای امیدواری هست دور آقا رو یا دور رژیم خالی کنن، این خطر براتون هست، فقط توضیح دادیم. دلیلم همین نمونه بالا که اونجا گفتیم دیگه، یارو میاد به هوا این که حاج آقا ما میخواییم مشرف بشیم زیارت آقا در اربعین، از اون وقت به ننگو میبنده. ملت ایران زرنگه. یکی این دیگه باز داشتیم این برنامه همین شیعیان و تلویزیون های شیعه رو نگاه میکردیم، یارو آخونده میگفتش که حضرت امام جعفر صادق یعنی امام ششم یا امام هفتم یا امام پنجم، این امامان توصیه میکردن به شیعیان دعای فرج بخونید، دعای فرج آقا امام زمان، اللهم عجل لولیک الفرج، یعنی خدای من عجله کن در فرستادن آقا ظهور کنه. وقت این سوال برای ما بی سواد مطرح میشه که امام پنجم امام محمد باقر، امام ششم امام جعفر صادق، امام هفتم امام موسی کاظم، هنوز 5 تا دیگه مونده به امام زمان. اصلا اون موقع نه تنها امام زمان نبوده، پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ بهش نبودن هنوز. چجوری؟ اولا اون زمان این دعاه اختراع شده بوده، مختره این دعا کی بوده؟ آقایی که وجود نداشته براش برای ظهورش دعا ساخته. بعد چجوری؟ یعنی اونا میدونستن که بعد از مثلا 5 نسل دیگه شون یه همچین کسی میاد بر غایب میشه، اینا رو میدونستن. این حالا ما که نه سواد داریم نه عقل و شعور داریم، ولی باور کنید اینا رو برای اون جوونا میگید بهتون میخندن ها. یعنی همون باورهای پایه‌ایشون هم زایل میکنید، نگید این مزخرفات رو. حالا اصل این داستان که این آقا 1200 سال عمر کردن و الان زندن، حالا تای چاهن تو جمکران توی سامرا هستن کجا هستن، این که دیگه داستانه که برای نسل جوان روشن فکر امروز یه خود سوال برانگیزه. شاید مثلا پدرهای ما اینا رو باور میکردن، اینو بارها ما در منابع شیعی خوندیم که اهالی فلان شهر هر روز صبح جمعه اسب زین میکردن میبردن بیرون شهر نگه میداشتن که اگر آقا ظهور کرد اسب تازه نفس بهش هدیه کنند. و این روز آخونده آقا کی مزخرفاتو گفته، شیعه همچین باورایی نداره. آقا کتابای خودتو مارمونتا الان دیدید سه است، دارید یه چوری میزنید زیرش. ببینید تمام کسانی که مثل ما، خیلی دوستی دیشب با یه دوستی که جز عجله کفار و منافقین صحبت میکردیم، خب دیدیم با هم بچه محل بودیم، او هم مثل ما میگفت میرفت پای این آخوند منبر این آخوندا میشست. همه کسانی که مثل ما منبر این آقایون علما رو درک کردن، این قضیه یادشونه. تقریبا همه آخوندا وقتی شور حسینی ورشون میداشت یه داستان مشابه و بی اغراق تکرار میکردن که بله آقا در محله ما یه ارمنی هست، این بچهش یه مرض صعب العلاجی داشت، یه عاشورایی اومد تو دسته سینه برای آقای امام حسین زد یا زنجیر زد، بچهش رو برد که آقا شفا بده و آقا شفا داد و اون یارو مسلمان شد. بی اغراق همه آخوندها یه داستانی مشابه اینو میگن و گفتن.
حتی با شما شرط میبندیم حداقل یه دونش رو هر کدومتون شنیدید. این داستان هم براتون گفتیم دیگه. دوستان میگن فوش نده. فوش نمیتون. هم که به طرف میگیم تو عامل رژیمی، همین برای هفت پشتش بسته. چون ترهای یک کسی که عامل رژیمه میتونه موافق جنایت باشه، موافق ظلم باشه، دستش به خون آغشته باشه، تنها همچین آدمی میتونه به چنین جنایاتی دست بزنه. آدم حسابی که از این کارا نمیکنه که، آدم حسابی که نمیذاره دستش به خون آلوده باشه، آدم حسابی که با تجاوز به زندانی در زندان موافق نیست، با شکنجه موافق نیست، با کشتن عرض می شود ستار بهشتی به خاطر نوشتن یه مقاله مخالف نیست، موافق نیست. بگذاریم. عرض میشه که این مهدی نازنین ما یک کامنتی گذاشته زیر برنامه 82، برنامه هفته قبل. این مهدی به ما لطف داره، ولی میدونیم درستم نیست خوندن این کامنت، برای که توش پرداخته به ما لطف کرده، ولی به دلیلی میخونیم و اون دلیل رو میگیم. مهدی یکی دو بار دو سه برنامه خبری ازش نبود، نگرانش بودیم، نوشتیم که مهدی جان نگرانتیم، نه اینکه ما آشنایی داشته باشیم، ما اصلا ندیدیمش، نه چیه، عمیهنه، محبت کرده، دست چهار برنامه یک برای ما کامنت گذاشته، در خودمون وظیفه میدونیم که نگرانش باشیم. نوشته مهدی پیر عزیز و گرامی، برنامه طنز شما با مسائل روز و بیان رکگویی منحصر به فرد است. لطف داری برادر. و دیگر اینکه مثل برادر بزرگ نگران دوستان هستی. راست میگه، نگرانشون بودیم. چند تا دوستن 25 نفرن که با هم کار میکنن. مهدی ماهیگیره در شمال فنلاند. من به نوبه خودم افتخار میکنم که یکی از بینندگان شما هستم. لطف داری. این جملهش رو فقط اشاره میخوام بهش بکنم. ببینید مهدی چی نوشته. و این جمله مهدی مزد ماست. ما که میدونید برای این کار مزد پولی و جنسی و اینا که نمیگیریم. البته گاهی هم تا حالا دو مورد پیش اومده، دوتا از عزیزان دوتا کادو برای ما فرستادن. یکیش جناب امینی بود که دفعه پیش گفتیم یک کراوات و یک شال برای عیار ما فرستادن، یکشم اون لیلای نازنین قبلها یک کراوات برای ما فرستاده. این تنها چی؟ اینم التماس کردیم که نمیخوایم دیگه، رد احسان به قول معروف نکردیم، پذیرفتیم، ولی پولی بگیریم اینا، البته پول باید بدیدا، نه به ما، به میاد دیبی برای اینکه چراغ باید روشن باشه تا ما برنامه داشته باشیم. به هر حال این جمله مهدی اینه، این اصلا ما رو نشه کرد، کیفور کرد. نوشته بی شیر پیله دوستتان دارم. این همین، این جمله مزد ماست. ما هم شما هموطنانمون رو دوست داریم. دیگر اینکه یک نازنینی کابه دوستمون از لندن عرض می شود که یک مطلبی برای ما فرستاده. نوشته پیر گدای گرامی، شما در برنامه دیروز به بینندگان برنامه پیشنهاد کرده بودید که نام مناسبی برای شما انتخاب کنند. داره دفعه پیش گفتیم وقتی اردوغان داره میشه سلطان اردوغان، ما بعدمون نمیاد یه چیزی بشینیم. حالا ایشون توصیه کرده، به نظر من این نام مناسب شما میباشد، حضرت پاناسونیک اول. نه، ما مقام اینجوری، پاناسونیک خودش یک مذهبه، مذهب حق است، مذهب حقه پاناسونیک خدا داره، علم و ساینس، پیامبران اولوالعزم داره، پیامبران معمولی، امام. ما فقط یک مبلغ این مذهب هستیم، نمیخوایم که شاه این مذهب، که شاه نداره یا رهبر، حضرت هستن، حضرت باید به هر بیفتید. اینجا با آقای عرض می شود فرودو
جاستین ترودو نخست وزیر کشوری که به پهنای فاصله دو اقیانوسه میگن جاستین، به اون قبلیه مثلا استفان میگفتن، چون این اسمای خوشختمانی ها نیست و یکی از علل موفقیتشون اینه. حالا سیروس نه باز گیر بدی از اینا تعریف نکنیم، یه چیزای تعریفی واقعا دارن، البته بیناموس هم توشون زیاده ها، ولی یه چیزای رفاهی که به مردم میدن، البته از جیب باباشون نمیدن ها، از کل مردم مالیات میگیرن، خرج مردم میکنن. انشالله که مورد پسند شما بارگرد. جناب خراسانی، حکایتی که در مورد ویسکی و آن دو شیخ تعریف کردید من را به یاد حکایت واقعی انداخت که خدمت شما می نویسم. دفعه پیش گفتیم آخوند تازه کار خجالت می کشید، منبر رو داشت خراب می کرد و آخونده گفت یه دو قطره ویسکی بریز تو آب، یا رو آخونده رفت دو قطره آب ریخت تو ویسکی خورد و اون فجایع رو بالا آورد. حالا ایشون به اون داستان اشاره می کنه. شما اگر به تبریز بروید و از سمت شهر مرند راه خود را به سمت صوفیان ادامه دهید که از کنار کارخانه سیمان هم عبور می کند، مسیر را از صوفیان به سمت تسوج ادامه دهید، از کنار روستا یا قصبه‌ای به نام خامنه می گذرید. اشتباه نکنید که سدلی خامنه‌ای اهل این قصبه نیست، بلکه پدر مرحومش اهل خامنه می باشد. این حکایت قبل از انقلاب باشکوهمند می باشد. یک آخوندی به نام ملا عباس در یک روز جمعه در مسجد جامع مردم را نصیحت می کرد که ای مردم، نروید عرق بخرید 37 ریال بعد بخورید مست کنید، عقلتان را ضایع کنید. یکی از افراد حاضر در مسجد بلند می شود و میگوید ملا عباس، به تو گران می فروشند، عرق بطری 33 ریال است، 4 ریال 4 گران گرانتر به تو می فروشند. حال حکایت ویسکی و دو قطره آب من را به یاد گذشته انداخت. جناب خراسانی، اختر ما هم به اختر شما از راه دور سلام میرساند. مرسی، ما مراتب سلام اختر شما را به اختر خودمان رساندیم، ایشان هم به اختر شما سلام رساندن. اگر آدرس جنابالی را داشتم حتما هدیه ناقابل برای شما به اختر گرامی تقدیم میکردم. کریسمس مبارک. تشکر. فکر میکنیم که هدیه اصلا شما برای ما فرستادید، به خاطر هدیه ای هم که دادی، هدیهت همین محبت ها توه دیگه، هدیه دیگه ای نیاز نداریم. فرض کنید که به ما رسیده، سپاسگزاریم از شما، عرض می شود که و هیچ هدیه مادی نیاز نداریم، فقط هدیه محبتی تا دلتون بخواد از شما توقع و نیاز داریم و آرزو داریم که این رفاقت بین ما و هموطنان نازنینی که به وسیله همین میهن تیوی و این برنامه ناگفتنی ها اجازه دادن که ما به خونه هاشون بریم، باشون صحبت کنیم، دوست باشیم، نهایت سپاس و نهایت افتخار برای ماست. یک دوستی به نام فرد، که این فرد نازنین قبلا هم با ما ارتباط ایمیلی داشته، یه ایمیلی برای ما نوشته فرستاده و اونجا از ما خواسته که این ایمیل رو جواب ندیم. ما هم جواب ندادیم، ولی مسائل خیلی جالب توش بود، مطالبی راجع به تاریخ گذشته، این اوضاع این روزا. بهش میگیم که فرد جان، اینایی که گفتی لطف کردیم، ما گوش کردیم، یه مقدارشو میدونستیم، یه مقدارش هم به عنوان اطلاعات جدید حتی سپاسگزاریم برای ما فرستادید، ولی به یه نکتهش فرد جان نمیشه اشاره نکنیم. اجازه بده این نکتش رو اشاره کنیم. فرد نوشته که مگر این آقای خسرو فروهر دو سه بار به آقای مشیری انتقاد نکرده که عکس مصدقا چرا پشت سرت یا روی میزت میذاری؟ بارها این قضیه رو ایشون، آره میان میجا میشینن عکس مصدق رو میذارن پشترشون، عکس نمیدونم کسبی رو میذارن. خب میگه خب اگر این کار بده، چرا آقای خسروی فرابهر یه دونه مجسمه اعلی حضرت همایون شاهنشاه یا مهر بزرگ ارتشداران رو
پشت سرش توی قفسه کتاباش گذاشته، ولی یه پارچه چیزی یه جوری پوشوندتش. حالا این دفعه آخرم دوباره یه نامه برای ما داد که حالا اونم ورداشته، یعنی خب دوست داره. ما این پرچم رو دوست داریم، میذاریم تو برنامه‌مون. ما گل رو دوست داریم، میذاریم تو برنامه‌مون. بعدمونم نیومد یه بار این گربه رو بیاریم، این رفیقمون رو به شما نشون بدیم. منتها بیناموس رو دربسی میکنه، حاضر نیست جلوی دوربین بیاد. خب هر کی هر چی دوست داره، ولی این که چرا خودش اون مجسمه گنده آن مرحوم اعلی حضرت رو میذاره ولی به گذاشتن عکس زنده یاد مصدق روی میز توسط آقای مشیری انتقاد میکنه، یه جمله فقط بذارید بگیم. میگن که گشنگی خوردن فقرا و لواط دادن اغنیا عیب نیست. بله، داره آقای مشیری اگر که اونو بذاره عیبه، ولی اگر که خودش هر غلطی بکنه عیب نیست. بگذاریم اینا، این فقط برای ما جالبه چقدر مشیری مورد محبت مردمه. مشکلات مشیری یا مسائلی که براش پیش میادن مردم میان با ما در میذارن، این برای ما خیلی جالبه. مطلب دیگه این که جناب خسروی، گفتیم بهتون خسروی نازنین از افسران ارشد ارتش شاهنشاهی سابقه، با ما رفاقت ایمیلی پیدا کرده. این بار هم یه ایمیل داده بودن، جوابشون رو دادیم. نیاز به طرح روی برنامه هم نمیبینیم، از ایشون هم سپاس گذاریم. اما در برنامه هفته گذشته اگه یادتون باشه گفتیم که هموطنی به نام با نام مستعار فریدوم، ایشون به ما اعتراض کرده بود که آقا چرا این پرچم تو جای سر و ته شیر اشتباست. گفته بود در پرچم شیر و خورشید نشان باید که دم شیر به طرف راست باشه، چرا دم شیر تو به طرف چپه؟ گفتیم که فریدوم جان، ما آره یه پرچم پیدا کردیم که دم شیر به سمت راسته و سر شیر به سمت چپ درست شده، که با اون پرچم سابق مقایسه میکنیم. الان دیگه امیدواریم که اشکال ما برطرف شده باشه. همون شبی که رفتیم در اون مراسم شب یلدا روز شنبه گذشته شرکت کردیم، از یکی از دوستان طرفدار نظام پادشاهی، اینم براتون بگیم، اون گروه هایی که در اون برنامه رو برگزار کرده بودند، طرفداران دوستداران زردشت که همه طرفدار نظام پادشاهی هن، چند تا از اجله و بزرگانشون هم بودن، چقدر هم به ما محبت کردن. همدلان هم توسط یه خانومی برگزار میشه که هم خودش و هم شیعیان و اصحابش تقریبا همه غیر تعداد اندکی جزء طرفداران نظام پادشاهی هستن. و شما ببینید اینها که طرفدار نظام پادشاهی هستن، به خصوص حالا این موردی که الان براتون میگیم، با چه محبتی با ما رفتار کردن، ما رو در اون جمع پذیرفتن، پذیرایی شدیم و چقدر خوش گذشت. بعد در اونجا به یک دوستی که ایشون ضمن این که از دوستان ماست، چقدر مرد با محبتیه، چقدر به ما لطف داره، و او همان کسی است که همسایه ماست و چند بار زمانی که پای ما شکسته بود اومده بود که آقا تو اگه نیازی داری جایی میخوای بری پا شکسته ما هم بیام ماشین دارم تو رو ببرم، همچین محبتی داره. میدونه ما یه چیزیمون میشه ها، میدونه که ما طرفدار نظام پادشاهی نیستیم بلکه منتقد نظام پادشاهی هستیم. حالا بگذاریم دیگه این نسبت هایی که اینا ما میدن، چپ کمونیست، طرفدار آزادی، نمیم چی میگن، تجزیه آذربایجان، طرفدار حقوق بگیره مسکو، اینا رو که خواهی مزخرفات پشت سر ما میگن که ما هیچ کدوم نیستیم، ولی نهایت محبت رو به ما دادن. اونجا این دوست رو کشیدیم کنار، گفتیم والا یه همچین مشکلی داریم و در مونتریال هم این پرچمی که گرفتیم این سر و پایین تنه شیر جاش اشتباه است.
گفت من ترتیبش رو برات میدم. گفتم حداقل یه پرچم اگر شما از این تشکیلاتتون حالا یه جایی به من امانت بدید که من این هفته از خجالت این فریدوم عزیز درام و از این اشتباهی که شده پوزش بخوام، حالا تا هفته دیگه بخرم، که ازش خواستم یه پرچم بلند گفت که کجا دارن و از کی باید بگیرم. برمون نمیاد پرچم با تیرک بزرگ بذاریم که بزرگتر باشه و خیلی جلب توجه کنیم. به هر حال گفت من یه پرچم، بعد زنگ زده بود به یه دوست دیگری که ایشون هم از سران همین گروه هست، اون تفرک خودش بلند شده بود رفته بود. هرچی بهش گفتم آقا بذار بگو من برم، اون یا آقای دکتر دندان پزشکی دکتر شریف نازنی، دکتر شریف داده بود به ایشون، بهش گفتم خودم برم، گفت نه من میگیرم. گرفت و حتی وقتی برش خونه زنگ زد گفتم آقا میام در خونه میگیرم، گفت نه من برات میارم. محبت کردیم دوست و هموطن نازنین آورد و بعد رفته بود خودشم براش پایه درست کرد، چون اینا پایه نداشت دیگه، ما رو به اندازه کافی خجالت داد. در نهایت هم ضمن تشکر و سپاس گفتم آقا ما یه هفته استفاده میکنیم و هفته دیگه برمیگردونیم. گفتن که شما نگه داشت، هرچی گفتیم گفتن نه. البته ما دیروز زنگ زدیم از آقای دکتر تشکر کنیم، از دکتر شریف، ایشون نبود ولی پای تلفن تشکر کردیم. به هر حال ما با این اخلاق فاسد که شما حداقل سابقه ما رو دارید، همچنان مورد محبت هموطنان هستیم، به خصوص هموطنانی که باشون اختلاف سلیقه سیاسی هم داریم. یه مطلب کوتاه براتون بگیم. یه چیزی توی همین وسایل به اصطلاح همین سایت های اینترنتی دیدیم، فکر میکنیم تو فیسبوک، باور کنید شرم کردیم اینو دیدیم. یه کلیپ کوتاهی بود تحت عنوان آذربایجان انیمال رسکیو سنتر، آذربایجان انیمال رسکیو سنتر یعنی مرکز کمک به حیوانات کشور آذربایجان، آذربایجانی که در شمال ایران جز کشورهای سابق روسیه بوده. یک کلیپ 2 دقیقه‌ای بود که ماشین گذاشتن تو خیابونا میچرخن، حیوانات آواره و بی‌سرپناه رو جمع میکنن میبرن توی مرکزی، اگر بیمار باشن معالجه میکنن، اگر زخمی باشن زخمشون رو پانسمان میکنن، گشنه باشن غذا میدن، سردشون باشه گرمشون میکنن. و باور کنید شرم کردیم وقتی که به یاد آوردیم در میهن ما سگا رو بهشون آمپول اسید تزریق میکنن و میکشن. از ایرانی بودن، نه از ایرانی بودن نه، از اینکه منصوبیم به یک دولت یا حکومتی که یه همچین جانورانی در رأسش هستن، اصلا شرم کردیم، خجالت کشیدیم. همین آذربایجانی ها، ترکا، میگن ترکا میگن چیان، اینا اینقدر انسانیت. خانومه اومده بود سگ ناز میکرد، برد شستش کن اتوش گرد و حرز میشه سشوار کشید. وقتی بی ناموسا در اصفهان، در شیراز، در تهران سگ ناتوان رو بهش اسید تزریق میکنن یا با گوله میزنن، توف به غیرت نداشتن و نداشته و شرف نداشتتون بی همه چیزا. باز حالا بگو چرا فوش میدی؟ میشه فوش نداد؟ میشه؟ کار تحمل نداره دیگه. آزار به یه حیوان بی گناه، به سگ، به گربه، عرازد و اوباش شرم نمی کنید؟ سپاس داریم از سعید نازنینمون به خاطر لطفی که میکنه و فرصتی برای ما فراهم میکنه که هر هفته با شما هم مثلا نازنین باشیم. با سپاس از کاوه در مردم‌ریپورت.نت، با سپاس از همه کسانی که از روز اول به میهن تیوی کمک کردند و میکنند و خواهند کرد، و باز اگر امکان داره کمک به میهن تیوی غفلت نفرمایید. تشکر از همه ایمیل ها و پیام های فیسبوکی و تلفن های مهرامیز شما نازنینان هموطن.
برای همه شما به خصوص در این آستانه سال نو دربدری یا حالا به قول بعضی ها میلادی، آرزوی سالی بسیار خوب توأم با سلامتی و شادی داریم. البته سال برنامه هفته آینده هم هنوز سال نو نشده، باز هم به شما تبریک خواهیم گفت. آرزو داریم روز شب کریسمس رو در کنار دوست و آشنا و فامیل به خوبی و خوشی به سر ببرید. اگر رانندگی میکنید مواظب باشید مشروبات الکلی که در اسلام حرامه نخورید. البته ما به عنوان آیت الله راه حلال بودنش هم بهتون میگیم. شما اگه یه استکان عرق یا شرابی که حرامه با یه تیکه گوشت خوک بخورید دیگه مشکل نیست، چون هر دو حرامه و دو منفی در هم زرد بشه مثبت میشه، یعنی دو تا حرام با هم قاطی بشه حلال میشه. اینو راه شرعیشو بهتون گفتیم. به هر حال اینم به عنوان مزاح گفتیم، بهتون خوش بگذره. ساعت و دقایق و روز و هفته خوبی براتون آرزو میکنیم. همه شما را به خدای بزرگ مذهب حقه پاناسونیک، یعنی حقه ترین مذهب جهان، علم ساینس می سپاریم. شاد و آزاد و سر بلند باشید تا نوبت دیگری که فرصتی بشه و جلوی این دوربین بشینیم و با یکی دیگر از برنامه های سری ناگفتنی ها. درود بر همه شما هموطنان، چه مسیحی، چه کلیمی، مسلمان، شیعه، سنی. سال نورم یادتون باشه فقط به مسیحیان تبریک نگید. سال نو مال انسان هاست، روزای خوش مال انسان هاست. سال نو مسیحی بر همه انسان ها مبارک. درود بر همه شما تا هفته آینده یا یه برنامه جدید و با آرزوی موفقیت برای همه شما.